گرامی سلام و درود خدمت شما. امشب در برنامه ویژه به دو موضوع بسیار مهم می‌پردازیم که نقش سرنوشت ساز در آینده خراسان خواهد داشت. ابتدا اما پیش از ورود به مباحث اصلی از شما دعوت میکنم تا همه با هم به احترام سرزمین باستانی مان خراسان عزیز سرود ملی خراسان را استماع نموده سپس به پرسش ها و برنامه می‌پردازیم. جناب فایق اگر حضور پیدا بکنید سرود را من میگذارم، بعدا میرویم بخیر به ادامه برنامه. دوستان عزیز، پیرامون برنامه ما که هست دو موضوع مهم است، یکی کنفرانس سوئیس و بخش دوم برنامه ما هم افراد عوام فریب و سیاسون هویت باخته و هویت فروخته مانند فوزیه کوفی و سایر آنها که البته ما در گذشته ها هم نام بردیم و برای تمام هموطنان ما با معرفی گرفتیم که متاسفانه در طول 20 سال گذشته همه آرمان های قهرمان ملی، آرمان های آزادگان خراسان و مردم خراسان را به خاک و خون کشاندن و اکنون هم که هست به دامان افغانیزم افتادن و دارن افغانیت و بربریت را به جهان به یک طریق میخواین بالای جهان حتی تحمیل بکنن، چه بمانه برای مردم عزیز خراسان که سالهای سال هست این مردم در این منجلیق گرفتار هستند. متاسفانه امروز بانوان را ما و شما ببینیم در چه وضعیتی است و شخص به نام فوزیه کوفی میآید از نام بانوان سالهای سال اینها جیوهایشان را پر کردن و به می ترتیب که موضوع پیرامین و برنامه ما همین است که البته بعد از شنیدن سرود ملی بخیر می رویم به طرف محتوای برنامه. جناب فایق پس به اجازه شما. بله بفرمایید. عالی بود، ممنون مزنبل عزیز، ممنون.
سلامت باشین. با تشکر از همه شما این برنامه را در حال آغاز میکنیم که در آستانه یک رویداد بزرگ قرار داریم. کنفرانس سوئیس که در تاریخ 5 اکتبر 2024 برگزار خواهد شد. این کنفرانس به بررسی نظام های فدرال و نقش دولت دموکراتیک فدرال در تبعید ایالات متحده خراسان در آینده منطقه و جهان خواهد پرداخت. ما اینجا جمع شده ایم تا در خصوص این موضوعات و همچنین درباره فعالیت های کسانی که به نام افغانگرایان هویت ملی و فرهنگی ما را به چالش میکشند گفتگو کنیم. همراه ما در این برنامه مهم شخصیت برجسته و یکی از مؤسسان ایالات متحده خراسان دولت دموکراتیک فدرال در تبعید جناب عبدالعلی فایق هستند. سلام عرض میکنم مجددا به شما و خوش آمد میگویم شما را جناب عبدالعلی فایق به برنامه ما. خوشحال هستم که شما را در این برنامه همراه داریم. برای مزنبر گرامی و ممنون از دوستایی که ما را در تیک تاک، در بیگو، در یوتیوب و در فیسبوک هست زنده کس تماشا دارن و ممنون از شما. میفهم که خیلی مصروف هستی، مصروف درس، خانواده و همچنان کار. باز هم کس روزای جمعه را تخصیص داده برای روشنگری و بیدارگری و ذهنیت سازی. یک دنیا ممنون، منتظرت هستیم، منتظر پرسشایت هستیم. بفرمایید مزنبر عزیز. جناب فایق، به نهایت خوشحالیم که با شما هستیم. حال به اولین بخش از برنامه میپردازم، کنفرانس سوئیس و نقشی که این رویداد میتواند در آینده خراسان ایفا کند چی هست و چگونه این کنفرانس برگزار خواهد شد و جزئیات بیشتر و همچنین باز پرسش‌های دیگری هم هست که انشاءالله ما میپرسیم. مزنبل عزیز، کنفرانس یک پروسه خیلی طولانی بود صادقانه. کار ساده نبود، کار ساده نیست، کار یک نفر، دو نفر، ده نفر نیست، کار یک مجموعه است. من صادقانه باید یک سرباز سهم دارم، ولی سهم بیشترش در سوئیس که هست دیگه شخصیت ها دارم، مثل مادرجان، مثل شمس‌الله، مثل الیاس، مثل دیگر دوستای هستن خیلی اونجا کار دارن و جناب فتای یونس و دیگه بزرگا واکن و قریشی صاحب، اینا کار کردن و اینا زحمت کشیدن. والله من سپاسمند هستم و چیزی را که ما در تکاپوش بودیم که یک تینگ تنگ باشه، یک مرکز کلیسی باشه. مسئله حالا من اینجا کار محال بک کردن است، از لندن من آنلاین بک میکنم. مسئله 5 ستار هتل هلتون، من عضویت هلتون دارم، هیچ مشکل نیست. هتل حال مهم نیست. ما چیز را که انتخاب کردیم سرش بسیار زحمت کشیدیم که یک مرکز پژوهشی باشه. یکی بحثای ما بحثای تیک تاکی است، بحثای گفته بچه ها که هست ایمویی هست، بیگویی هست، و یکی بحثای فیسبوکی و نمیفهم یوتیوبی هست. این فرق میکنن. شما مسئولانه در یک جای حضور پیدا میتنین و بزرگترین دانشمندهای جهان اونجا میاره، یا از طریق آنلاین شما را گوش میکنن که ما چه میگیم، یا از طریق آفلاین اونجا حضور دارن که ما چه میگیم. و کارشان تخصصشان همین است. چالنج است، این شوخی باشه. ببین مسئله ریسک مسئله خیلی بالاست از منظرگاه اکادمیک و ارقامیش. شما میرین برای چالنج دادن یعنی چی؟ مزنبل عزیز، من بیایم اتریش، نظام اتریش شما رو به چالش بکشم، بگم من ما الگوبرداری از اتریش کردیم و خودت یک متخصص دانشگاهی است، مثلا کارشناسی ارشد در نظام اتریشی داری، برای خودت یک رقم خینکاور هم است. این چی میگه؟ اولی جوانه که بیبی یه خود کدام لینگی هم نداره، بساب یک آدم شکم هم کلان نیست که بساب یک 70 ساله باشه، یک بچه کدام جنرال هم نیست. چی میگه یک جوانه که آمده میگه این نظام برای خود یک رقم، چون امی رقم عادت کردیم. نه، ما دقیقت اونجا برای چلنج تقریبا میره مزنبل عزیز که میگیم که او این نظام ما که از طراحی کردیم و در تطبیقشم که از 2 سال و 2 ماه میشه شروع کردیم، داخل خراسان داره جا میفته، در اروپا داره جا میفته، در درخش کاوه همه جا گیر شده، تقریبا اروپا را داره تسخیر میکنن. پس اینجا که از ما برای چلنج میرویم از منظرگاه چی؟ دانشوری، از منظرگاه گفتمان، یعنی دیسکورس انالیسیس. از نگاه گفتمانی ما اونجا داخل مبحث می شویم.
نه از نگاه سلا و من نمیفهمم از نگاه برند، نه نه از نگاه. من همیشه بازم گفتم از او کردن آدم فهمیده تره که در اروپا نیست بیایه، چه از مخالفین ما باشه چه از معیدین ما باشه، ما مشکل نداره مطلقا، فهمانده تانستم. ولی اونجا بس پرنسیپه، خود این کنفرانس باید مراعت شه، اگر نه کس از گوشش سکیوریتی میگیره بیرون مندازش. بس بس معلوم دار هست، بس بس پرسش پاسخ هست، پرسش دا میگی یا مثلا نقد یا تفسیر تکست سه سه دقیقه کست وقت داری، بعد از او کست میباشی برای کست پاسخ داده میشود. در هر بخشش باشه ما آماده استیم، هیچ مشکلی هم مطلق وجود نداره. پس این ریسک اکادمیک که است ما کالکولیت کردیم، محاسبه کردیم، مطابق این ریسک است داخل این معرکه شدیم. یعنی اعتماد به نفس ما به ثریا رفته، الحمدلله خدا اینا کدام متکبر نیستیم، ولی اعتماد به نفس ما به ثریا هست. هیچ کس در مقابل ما نمیتونه ما را به چالش بکشه، اگر میتونه فبیها، اما گفته پیغمبر اگر میتوانین بیارین بیارین ساحرهایتان بیارین، اما مثل موساز گفت بیا ساحرهایتان، اگر سر بیا ساحرهایتان بیارین. اگر شما بحثای اکادمیک میخواین که نظام ما را به چالش بکشه، خب بیاد نگه جادوگرهایتان بیارین، اکادمیسیانهایتان بیارین، اون کسایی که پی اچ دی دارن نمیفهم از ماسکو و از کیف دزدی گرفتن، خب بیارین. اون کسایی که میگن من کس از تل ابیب به دانشگاه گرفتم پی اچ دی، بیارین از سوربن یونیورسیتی از این دانشگاه گرفتن، بیارین. ما هیچ مشکل دوستای بمین دلیل هم که هست، ما گفتیم که ما امی غائله را ببریم از مسئله مجازی، ببریم عملی کمی دوستای گم تو که هست شک نکنن شاید امی فایق وجود نداشته باشه، شاید امی فایق اگه آدم وجود نداشته باشه بیا هر روز یک گفت نه حضور بیا اونجا ببینیم مرا و تیم ما را ببینیم که ما کی هستیم، واقعا ما چیزی بگفتن داریم یا نداریم، چیزی به گفتن داریم یا نداریم. بس به این دلیل که از ارزش این کنفرانس در حقیقت خودش یک کنفرانس هم نیست، این خودش که از اعمال نفوس است، این خودش که از ارزش گرایی است، این خودش که از برای مردم ما میگیم که بله ما این نظام داریم، ما این سیستم داریم، این به متن در آورده و این که از فعلا امپیریکلی که از ما امپلمنتش میکنیم، امپیریکلی، نه این که ما میگم با انشالله سوئیس میریم میشینیم با دانشمندا بیاین با جمعواریم، نه 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 نه، ما جور کردیم میبرم برای سیقل دادن، هیچ مشکلی نیست. اگر مثلا بیایم مثلا دانشمندای ما بگویم برادر شما میگین که از اعضای پارلمان سوئیس 265 اعضا داره، چرا اینه که از کم نمیکنه؟ نظر به این دلیل که از کمش بکنه، از نگاه بودیجه، از نگاه مساحت، از نگاه ما میگم علم رو وطا. اگر مثلا بگوین که اینا دو مثلا خانه مثلا اولیا و صفلا و توبالا دارن، اگه اینه مثلا ما که از یک خانه بسازیم او را ممکن بدیلن بیارن، ما مشکل نداریم. اگر مثلا نظام های اقتصادی رو بیارن بازار آزاد مطلقه که از بگن یک بازار آزاد دیگر هم که از نمونشینه ما قبول میکنم، نظام آموزشی ما رو به چالش به هیچ مشکل ما نه کرچه میخواد چشم بینا، ما در نظام میتونیم تزریق بکنیم، پیچکاری بکنیم که نظام بارور شوه، نظام که از صحتمند شوه، نظام که از چاک فربه شوه. ما منتظر این هست، هیچ مشکلی هم نداریم بیاری از دانستوتک، بمین دلیل هم مصرف کردیم، بمین دلیل هم که از آماده هستیم ما را بیاین دوستا در سوئیس ببینیم. ما دیگه شوخی نداریم که در یوتیوب که از ما باز گفته که شما در یوتیوب گپ میزنین، شما نایفام در تیک تاک گپ میزنین، در فیسبوک گپ میزنین، با وجود گفتم پیشتر که از تمام جنگ ها و تمام برنامه ها مجازی است. امروز بیل کلینتون هم که است امرای مثلا پوتین که است یا مثلا جوی بایدن امرای پوتین، همش تویتر بازی است، نه راکت بازی، جنگ سرد معنایش همی است. تمام کارکردهای طالبان در 21 سال که هست مبنی بر آنلاین بود، اکنون هم که هست فقط طالب که هست از طریق تویتر همه را که هست مثلا میگه ای کرده مو کرده می کرده، جنگ جنگ مجازی هست، جنگ جنگ میدیا هست، جنگ جنگ روانی هست، جنگ جنگ تن به تن دیگه خلاص شده، جنگ جنگ پژوهش هست، تحقیق هست، برنامه ریزی هست، mine is cheaper, mine is better. پس به این معنی که از اهمیت خود این کنفرانس مزنبل عزیز بسیار بسیار بالا هست، به دلیل این که ما آمدیم روی کرد ما یک روی کرد روشنگیرانه است، یک روی کرد اکادمیک و دانشگاهی است، یک روی کرد خیرتمندانه و اقلایی است، نه پاو به گرنبست،
نه اینکه باز انشالله گپ می ما انشالله با منشور با انشالله امریکا یاردن با انشالله این گپان دوست عزیز ما این برنامه ماست آل آمدن تقدیم میکنیم این برنامه دست آور این استراتژی ماست آل که از پیشکش میکنیم اینی است بیاین دوست اگر کدام گپ دارین ما را به چالش بکشن بیاین اگر اضافه دارین ما ویرایشش میکنیم بیاین اگر کدام معلومات دارین در یک از ما تزریق میکنیم هیچ مشکلی هم نیست یعنی ما برای مردم نقشه رای که داخل خراسان میشویم اینی است بخش نظامیش هم میگیم که ما چگونه داخل خراسان میشویم از کدام طریق داخل خراسان میشه مسئله بودیجه مسئله استخراج معادن مسئله امنیت مسئله برخورد و پالیسی های ما با کشورهای همسایه چگونه تنظیم شده سوئیس بهترین راه است برای چی عدم مداخله از کشورهای ما هر کشوری که میام میگم ما که از نظام سوئیسی داریم مداخله نمیکنیم ما شما را تشویق برای سرمایه گذاری میکنیم ولی یعنی نظامیگری را و نظامی گرایی را و نظامگری را که از ما تشویق نیم ناتویزم امریکانایزیشن و مسئله که از ملیتری را که از ما تشویق نمیکنیم چه از روس باشه چه از امریکا باشه چه از چین باشه چه از کشورهای همسایه باشه ما ارگز که از مسئله ما قوه مسلمه داشته باشیم شبه سوئیس مشکل نداریم ولی هرگز که از ما نمیخوایم که از تهدیدی برای کشورهای همسایه باشیم با ایرانی ها از منظرگاه که از اقتصاد که از پیش میریم با پاکستانی خط دیورند که از ما رسما در قانون اساسی ما شناختیم خط دیورند وجود نداره ما برای پاکستانی ها کمیشنرشان در لندن و همچنان که از کمیشنریشان که از روان کردیم که ما خط دیورند به رسمیت میشناسیم چیزی به نام خط دیورند فرضی مرزی وجود نداره همش که از بعضی از اوغانای خائن آمدن با اون که از لیاف ملا نصرالدین جور کردن و از او سو استفاده میکنن یک چیز واهی است یک گاو شیری هست که مصرف داخلی برای افاقی نداره ما را رسما شناختیم و همچنان که از با تاجکستان بعد از بیاد استخراج معدن سم بگیره و مثلا که از خیابانهای چرخه‌ای ما را که جور بکنه و مثلا خود همچنان که از بندهای آبی ما را ازبکستان همین گونه ترکیه همین گونه چین هم طبیعتا و روسیه برادر بزرگ است طبیعتا حق داره بیای سرمایه گذاری بکنه ولی جنگش روسیه در داخل خراسان نباید بکنه اینا ما همیشه با متن در آورده ما در روز 5 اکتبر همیشه در صاحب پیشکشنامه که از نشان میتیم برای مردم روس شناس از بیا پرسش بکنه امریکا شناس از بیا پرسش بکنه حتی واسا پی اچ دی ها میان که پی اچ دی دارن و کسی است که مطلق تخصصش که فدرالیسم است بالای فدرالیسم کار میکنه بالای کارش فدرالیزم هست دمی دانشگاه هم که هست برای ماستری و پیجدیش کار میکنه میدونی چی میگم یعنی چالش بسیار کلان از مزنبل هست ولی ما و تیم ما مطمئن هستیم میدونی چی میگم مطمئن هستیم بیاری از دان سطر که هست مشکل نداریم با پرسشا پاسخ میگویم و و و و بدون کدام خوف بدون کدام تردد انشالله ایمان کامل داریم باور کامل داریم و خیر تاریخ 5 من فکر میکنم که از کلانترین گیم چینجر است یعنی مردم میفهمه که دیگه ما از آلت تیوریک مثلا آمدیم به حساب امپیریکل یا پرکتیکل مثلا وقتی که شما که هست جایتان که هست مثلا استراحتگاهتان که هست تخلیه میکنین میرین بیرون میشن مردم شما را میبینه شما را در آغوش میگیره دسپرسی میکنه میفهمن که این مردم آمده از یک جای اینی سیستمشان است بعد از که از سیستم ما به شکل عملگیرانه جا میفته من فکر میکنم تبعات مثبت خواهد داشت و این نگرش ماست انشالله و رحمان و یک رویداد تاریخی و یک رویداد ثبت شده در تاریخ ما که هست رقم میخوره بله سپاس فراوان جناب فایق گرامی از توضیحاتتان در مورد کنفرانس سوئیس فایق گرامی از نگاه مسئولیت افراد و اعضای تیمتان که در این کنفرانس حضور پیدا میکنند چقدر شما مطمئن هستید در این کنفرانس و چگونه اون پیش میرود که در اینجا بدون شک ایالات متحده خراسان و دولت دموکراتیک فدرال در تبعید میبینیم که به چالش در مقابل تمام اعضاب و تمام گروه های در داخل خراسان شده یعنی 27 گروه تروریستی که البته حالا بیشتر از 28-29 گروه شدن تقریبا
و گروهی به نام داعش که از این نام میخواه سوء استفاده بکنه، که نام از طریق اوغان و از طریق دیگر گروه هایشان ساخته شده و آماده شدن برای نمی که بیاین ما را به ترتیب در اینجا صدمه به ما وارد بکنه. و شما از این نگاه ها چقدر مطمئن هستید که افراد در اونجا مسئولیتشان حفظ می شود و اینکه در اونجا براندازی از طرف کدام تیم گروهی نمی شود در این کنفرانس و یا اینکه اون کنفرانس را مختل نمی کنند؟ در مورد این کمی که فضای اون کنفرانس چگونه خواهد بود؟ ببین، بعضی ها که وقت تجارت شما آغاز میکنه میگی ولی که از بچه ام که هست، من یک بچه دارم، مثلا زنم هست، من مشکلات دارم. ما میگیم که اینمی بچه داری، مشکلات داری، زن داری، این داری، اینمی نا باید سبب شوه تو داخل به تجارت شوی، داخل کار شوی. نه برعکس، شما مثلا بچه تانه که هست قربانی نکن، یعنی اکسکیوز بهانه بچه تان نباشه، بانه زنتان نباشه، بانه تندستیتان نباشه. شما در امریکا آمدین، در اروپا آمدین، فرصت طلایی دارین، سرزمین فرصت آمدین، ناله هم میکنین. تو رو بره اینجا نیست. ببین اینمی چیزایی را که شما گفتین سبب شده که از ما بریم که از این کانفرانس را بگیریم. برای مردم نشان بدین که یعنی چی؟ مثلا بله عزیز، شما در اروپا هستین. در اروپا در دهنش که از مردم میزنن. اینجا که توره بوره نیست برادر، که از اوغان یا طالب که از بیاره. ببین، مثلا کشورهای پیش رفته مثل سوئیس، مثل بریتانیا، از تارموی تم کنه بیشتر سی سی تی دی است. ای شور بخوره نفر، اگر توره بوره نفرستاده شد چی که میگی بگو. مثلا اروپا شو که نیست. اینجا که در کوچه کوچه بازاری، نه در کوچه بازار کنان برنامه دانشگاه است، داخل یک مرکز تحقیقاتی است. شور بخوره پلیس که هست، از گوشش میگیره، روانش میکنه مستقیم تو رو بونه. و مسئله کنش که هست مسئولیت خود دولت ها هست، ما کدام کاره نیستیم چوک رو کشی بکنیم. اینجا هم که هست خراسان نیست که مثلا باز نه، اینجا ما در اروپا زندگی میکنیم. کشورهایی هستم که هست اینجا پلیس داره، امنیت داره، گپ داره، سخن داره، اونا کنشون که هست اون تدابیر میگیرن. ما چی کی هستیم مزمل عزیز؟ ما شما به حساب وابسته تسلیم برای سیستم هستیم. اینه میگه در بریتانیا یک مجموعه از مسلمان های مزخرف امی سلفی های خبیس هستن، آمدن نفهمه چی کردن، پوزه رو بسته کرده بودن. اوغان هم بسیار بود، اوغان اینمی با این درفش مزخرفشان آمده بودن، کوزه را بسته کردن که ما که هست مسجد خدا که هست حمایت میکنیم. او لوده، او لوده، یکی از با دیسپلین ترین پلیس در دنیا در بریتانیا مزمبه. با پلیس بریتانیا شوخی نمیکنی، نمیشوه. همین گونه که با پلیس امریکا شوخی نمیشوه. با وجود که اینا اگریسیف نیستن ولی از نگاه دماغ خطرناکستن. اینجا هر حادثه می شود مثلا کاری نیستی که چاقو کشی کنی، فقط نای نان زنگ میزنی 12 نفر میان میگه او قاعدت بردارش. والا بلا اگر دیگر نیام بگویم، میگه دیگر من پلیس نیاز داری؟ میگم نه. صد نیاز داری؟ نه. نفر می برش چون سیستم. تو چرا مثلا در پیش مسجد استودای ما از مسجد دفاع میکنیم؟ کنیسه ها را که از در میتیم در پاریس، در فرانسه کنیسه را در ندارم مسلمان ها. همین افراطی ها سن، همین طالب القاعده و داعش هست، نه مسلمان های حقیقی که مسلمان شما را باید. بحث این است که در اروپا وقتی که شما رسید باید با قانون تسلیم شوید، قانون در جیران بگذاریم، پلیس را در جیران بزنیم، امنیت در دولت را بعد از بگو که بسا که ما در این تیگ حالت هستیم و این تو مردم هم که اصلا ممکن بیاید. اون میگه مشکل نیست، او از خدا میخواه که نمیتی یک نفر بیاید. بعد از او که این پاسپورت داشته باشی نداشته باشی، بعیث آنه در آلمان چقدر نفر روان کرده روان. هر کسی که از طالب، هر کسی که از نظام طالب، هر کسی که از برنامه های طالب که از دفاع میکنن چیزی می نویسن. کجا هست همین جمیل قادری؟ کجا هست؟ اما دیگه که جمیل قادری که آمد لایف آمد گفت من پشتیبانه میکنم، کجا هست؟ میفهمیم در قانون هستم، قانون اروپا دیگه شوخی نیست. حالا مثلا نمی اتریش هم کشور شما که از طالب که از آلمان ما از شما تابعیت نکنیم. حالا خود مثلا سوئیس هم که هست اینمی قانون آلمان که هست پشتیبانی کرده. حالا فعلا در سوئیس جنجال ایجاد شده، مردم هایی که در اونجا بی قانونی هستن میگه برویم کجا؟ برویم داخل خراسان بره. ما را چی؟ یا ازبکستان روانت میکنن یا قطر روانت میکنن. بعد از قطر داخل روانت میکنن اونجا بزرگ قطری ازبکسی رفتی باز دیگه اونجا آدم انسانیت وجود نمیگه بالا شد.
برو کشورت برو. و مستقیما که از کسایی که جرم کردن خانم مزامل جان روانش نمیکنه، پیسش طالب میگیره و 1000 که برش داده روانش میکنه وزارت داخله، میگه تو مجرم هستی، مجرم اینجا باش. بله بله، این حادثه ای است که ما از استخبارات طالبات گرفتیم. ای پیسیش هم گرفتن، گفته برادر برو دیگه لوده برو، اعلانم کرده وزارت داخل نمیفهم کجا هست. پس به این معناست که ما در کشورهای نظاممند همه چیز که از به اختیار دولت میگذاریم، به حساب پلیس میگذاریم، ما احترام داریم. افزون بر این و مزنبل از این، بعد از این که از مسئله سلف دیفنس میاره، دیفنس هم میفهمید که ما از جای عادی نیستیم که باز آدمک های پرموج باشیم، گفته مارشال فهم که از گرجستانی باشه، هر کسی که طرف ما چشمش که از کچ کرد میکشه نیست. و مسئله سلف دیفنس سلف دیفنس هست دیگه، فکرته هست چون میگم او گپ الاری هست، او کار کردیم و تجربهش هم داریم. و تو نیست که باز مثلا یک نفر بیا باز خراب گرجستانی باشه بگه که بیا چهارمغز میده، اون گپ نیست. و ما به قانون قانونمندی باورمند هستیم، چه در بریتانیا بوده به قانونمندی باور بودیم، ولی اگر کسی که پایش فرا قانونی میداره بگفته ملکمت سه از خبرستان میفرستیم، و این حق طبیعی انسان ها است از منظرگاه فرا قانونی. شما میدونید، ما میدونیم، با قانون هم خیلی که از میفهمم و با قانون که از من همیشه که است بسا فروگذاری کردیم و همیشه تمکین کردیم. بله، سپاسگزار هستم جناب فایق گرامی. با توجه به دعوت شما به این کنفرانس، چه انتظاراتی از این رویداد داریم و چه تأثیرات میتواند بر روند شناسایی بین المللی دولت خراسان بگذارد؟ البته خود کنفرانس طبیعتاً که از تعبات خود داره و صدها هزار دانشجو در اون دانشگاه هست، اما پلتکارت ها را در جایی هم قرار جور کردیم، جور میکنیم که بگذاریم که ممکن از دانشجوهای سوئیسی هم که از اشتراک میکنن. یک دوم دیگه، خود مسئله وایرل شدن مسئله فعلا آغاز کردیم، شما میبینید که هست، این خودش یک امید و روزنه ای است برای مردم ما. و و و و مثلا کنفرانس سوئیس برای نظامی که ساخته شده و میان تشریح میدن، ما نظام ساختیم دوستای عزیز، میان تشریح میدن، حساب تشریح دادن مثلا درون گپ نیست که ما خودم کار کلان بکنیم، ما مثلا جور که نامیدیم که بسازیم، ما ساختیم تشریح میکنیم. و همچنان که هست مزنبل عزیز، اونجا کسایی که میایند آدم های عادی نیستن، من باور دارم. و و ثبت نام است اینجا، هر کسی که ثبت نام نکنه از پشت دروازه که هست داخل ماندن همیشه. دوستان متوجه باشم، قانون ما رعایت بکنیم. ما ایمیل دادیم برای matachi@life.com، فقط نام تخلص تلفن دونمو ایمیل دوان بکنم تایید میشه، برش تایید نامه که هست اوتوماتیک میاد، یعنی شما تایید شده. اگر ثبت نام نباشه به خاطر security clearance ما نمیتونم کسی را داخل بیانم. دوستای عزیز، ما خیلی خیلی الان برای شما میگم، ما ایمیل دادیم، اگر ایمیل هم ندارین ما برای شما ایمیل که هست میگویم، اما ایمیل نوشته که مثلا بلا از دلیجه ام ای همین لحظه ام ای ام ای T A C H I M A T A T A C H I P C H I باشم جنوشتم. دوستایی که در چی هستن، دوستایی که در یوتیوب هستن، این ایمیل لطفاً در اینی که هست تایید بکنن. و باشتم بگو کی هست اینجا، نمیتونم من اشتا بکرم. نه دوستا امیر متاشی در امی خود چی بروین، در امی دعوتنامه بروین، امور کس نوشتا بکنن دوستا در این پایان. اعضای تیم ما بچه اگر بتانید امور نوشتا بکنن لطفا، فقط نوشتا کنن matachi@life.com. لیدی خراسان همی چی را ایمیل روان نوشتا بکنم اینجا لطفا. ام ای من دارم خواهد اینی دوستا اینی هست لطفا چی بکنین، لطفا دوستای عزیز امی ایمیل که هست در ایمیل فقط نام تخلص و چیزتان
و نامتان نام خودتان باشه دوستان، نام تخلص نباشه که مثلا امید خراسانی یا مثلا مزنبل خراسانی، نه، نام درستت باشه، نام درستت باشه که من به پست ما میتونست باز نام یک چیزی باشه، مثلا نام درستت باشه، به خاطر که اون ما این کار رو نمیکنیم، این کار سیکیوریتی است، کار مثلا سیکیوریتی کیوریتی یک بار کنترل بکنن ایمیل رو فرستادم شما فقط دوستا اینمی رو پینگ بزن یا اینمی رو اینمی رو که مزنبل روان کرده دوستا در اینمی ایمیل لطفا که از چی بکنن شما چی میگن دیره فقط نوشته کنه نامتانه ولدتانه یا تخلصتانه و شماره تلفونتانه تمام شماره تلفونتانه با کودش نوشته کنه برای ما آسان شود لطفاً دوستا این هم زنبال ما که هست چی کردم بله بله آریان عزیز ممنون بله بله دوستا عزیز این اینی متاچی @life.com نه متاچی @life.com ام عزیز ات اضافه بکن که باز غلطی نشود دوستای عزیز لطفا فقط یک دقیقه تون هم نمیگیره فقط نام عبدالعلی فایق شماره تلفنتان تمام دنیم ایمیل روان بکنین لطفا اگر واتساپ مرا دارین در واتساپ هم روان بکنین که بله اینی نام ما اینی ولد ما اینی در واتساپ ما هم روان کنین هیچ مشکل نیست واتساپ مرم که هست مزنبل عزیز شماره ما برشان که هست بنویس و خیلی مهم از دوستای عزیز و هر کسی که صدای ما رو میشنوه بیش از 300 نفر هستیم لطفاً با دوستایی که در اروپا هستن بگوین که در ایمیل چون جای ما محدود است و مردم هجومش بیشتر است ما نمیتونیم کل مردم باز اونجا جای بتیم هر کسی که ایمیل کرد و هر کسی ثبت نام کرد به او اولویت داده میشه لطفاً ما را درک بکنید و امید که تا اینجا من فهمانده باشم دیگه مسئله اهمیت خود کنفرانس اهمیت کنفرانس یعنی نقشه راه هست امید است برای مردم ما شما کنفرانس دارین میروین اونجا هیچ چیز به گفتن ندارین شما کنفرانس دارین میروین همه چیز سردرگم است شما کنفرانس دارین یک نفر میاد قلقله میکنه یک نفر دیگه میاد شعر میخونه یک نفر دیگه فکایی میگه یک نفر دیگه در فرق یکی دیگه میزنه بعد از اون که از کنفرانس خلاص میشه مردم میگه برای چی آمده بوده میگه نمیگه اما نفرم نمیفهمه برای چی آمده کنفرانس ما برای توضیح دادن سیستم نظام ما هست توضیح که این نظام چی است چه رقم هست چه رقم جور شده و برنامه ما داخل خراسان چه رقم هست و چه رقم دولت در داخل خراسان ما که از مدیریت میکنیم و مهار میکنیم این و باورمندی ما این هست که مزنبل عزیز در خود دانشگاه و ما قرار است پس فردا زوم میتینگ داریم و دیگه چیز ما انشاءالله بیاری خدا کنفرانس ما در آلمان است کنفرانس سومی ما که از در امریکا هست بله دیگه گفتم که کارهای عملی ما آغاز می شود و انشاءالله انشاءالله بعد از امریکا یکی از کلانترین برنامه های ما در بریتانیا می باشه بله شهر لندن و اینجا که از من ده ها کنفرانس ها جد تنتیب که ولی این کنفرانس نمی باشه باز این یک همایش خیلی بزرگ می باشه گپای دیگه از سوره می گذاریم به مو وقتش ولی بله در لندن هم که از ما چندین حاله که از در نظر گرفتیم ولی یکی از قیمتترین حالای در بریتانیا هست و برنامه کلان هم داریم و با بعضی از کسای اینجا صحبت شود کیا بیایند کیا به هر رو او بس علایده است ولی برنامه بعد ایمان انشاءالله کانفرانس ما که هست در آلمان است و بعد از او امریکا هست بله دیگه به محترم عبدالعلی فایق و یک پرسش دیگر که خیلی مهم هست یکی از موضوعات مطرح شده در کنفرانس البته تا جایی که خبرداران بررسی نمونه موفق سویس است چگونه می توان تجربه سویس را به شکل قابل اجرایی در خراسان پیاده کرد او هم در وضعیت کنونی و این راه های حل که در اونجا ممکن است طرف کانتوم های سویس پرسش چنین پرسش مطرح شود که شما در خراسان چگونه نوع نظام و الگو برداری نظام سویس را در داخل خراسان کردین و این که چگونه این را پیاده می کنین و در این حال وضعیت کنونی راه های حل که شما میتونید در اینجا
بیان بکنید چی هست و از کدام رو میخواهید وارد خراسان شوید و اینکه آیا این به شکل دیپلماسی می باشه یا اینکه از طریق رای حل نظامی و از رایی که البته حضوری در اونجا باید از تیم شما و افراد شما رزمندگان خراسان که البته در این بس ممکن که یاد میکنین در اونجا و اعضای تیم ما یاد میکنن که رزمندگان خراسان در چهار استان شمال اکنون حضور دارن و چند حمله ای که در نخست داشتن سپس بعدش اکنون فقط دارن کارهای به ترتیب آرام آرام و به شکل خیلی مخفیانه و چریکی پیش می روان و بعضی معلومات و بعضی چیزها را جمع آوری می کنن و اکنون تا حال یعنی به شکل ای چیز کدام براندازی بر سر نظام افغانی و عمری نداشتن و در اینجا بگوین که شما چگونه میخواین که صلاح و مهمات و به یک ترتیب تسلیحات این رزمندگان خراسان را از کدام طریق آماده میسازین و اینکه وارد نبرد میشوین در مقابل این گروه خطرناک یا تروریست جهانی به نام افغان طالب طالب افغان پشتون پختون که در اینجا حضور دارن و 130 سال البته از زمان عبدالرحمن خان که این جنگ ها و مسائل قومی و تباری و نام و به ترتیب هویت ملی وارد بس شده شما در اینجا مثلا چی راهکار و برنامه ای را دارین که از کدام راه ها پیش می روین و راه های حل چی هست و چالش هایی که شما برش مواجه می شوین از طرف چه جهان باشه و چی هم که کشورهای منطقه هست و چی کمک می تونه کشورهای منطقه با شما همکاری می کنن نمی کنن همراهشان به تماس هستین نیستین و همچنان عذاب داخلی که هستن و اینکه چگونه شما میتونید مطمئن باشین که این اعضاب دیگری که البته سالهای گذشته به یک جنگ نابرابر در داخل مواجه بودیم من و شما و تجربهش را داریم چگونه میتونیم اینا را ما دور بکنیم یعنی از رای پیش برویم که از رای مصالحت آمیز باشه از رای باشه که اینها بیاین و به انسانیت باورمند شوند به این هویت اون سرزمین باورمند شوند و این را به ترتیب یک اصل بدانند در حالی که این یک اصل هم هست و این موضوعات هست که ما از شما یک توضیحات کلی میخوایم راجع به این موضوع سپس باز به بخش دوم میرویم بفرمایید بله مسئله نظام سوئیس و تطبیق نظام سوئیس شما گفتین ببینین احمد شاه مسعود رحمت الله علیه دو مرتبه پیرامون نظام سوئیس یک مرتبه دقیق میگه ما نظامی را میخواهیم شبه سوئیس باشه و میاد تبارشناسی، هستیشناسی، معرفتشناسی و جینالوجی میکنه خود ساختار نظام سوئیس کور ما بارگذاری کردیم و بار دوم هم که هست در صحبتهایش پیرامون نظام سوئیس میگه و و و و در امی اکاونت ما تقریبا 3 روز پیش ما او را بارگذاری کردیم میگه چرا نظام سوئیس میگه به دلیل اینکه است که است چندین قوم است چندین زبان است همه چیز که است واکاوی و کالبد شناسی میکنه احمد شاه مسعود اگر احمد شاه مسعود که است 3 دهه پیش آرمانش نظام سوئیس بوده و اون که از ثبت است بفهمی که است در اونجا او روایی نگفته اون کسایی که در پلوش بودن متخصص برای احمد شاه مسعود مشوره میدان از بود نظام سازی که سوئیس نزی و میگه که مثلا کوهی است من سوئیس سال 2019 سفر کردم دو مقاله علمی پیرامونش نوشته کردم من سوئیس از نزدیک دیدم که تونست که من ندیده باشم نه رفتم دیدیم فرتور گرفتیم عکس گرفتیم و همه چیز که ازشون بررسی کردیم سوئیس دقیقا سالنگ است سالنگ سوئیس است خود سوئیس که از یک کشور کوهی است و درآمدهای سوئیس که از درآمدهای گاز نفت نداره پالایشگاه نداره درآمدهایش درآمدهای بومی هست و دقیقا اتکا بالای بیشتر بانکداری دارند یعنی نظام بانکداری و نهادهای بسیار معتبری که در سوئیس هست تراکنش مالی سوئیس که هست چه کرده زمانت کرده و چرخشای مالی
خود سوئیس که از ضمانت کرده و سوئیسی ها مردم هوشمند و خیلی خیلی باهوش هم هستن و خیلی کوشا هم هستن. از قرن 18 تا اکنون هیچ گاه جنگ نکرده، نه ثروات بشریشان که از تلف شده، نه که از کشورشان خراب شده، نه که از امراض روانی و همچنان که از امراض مهلک مثلا شیمیایی در شهروندهاش نیست. یک جامعه پاک هست و یک جامعه کوشا برای تقلا، برای پیشرفت است. از قرن 12 تا 18 سرکوب شدین، مستعمره بودین و حملاتی که از کشورها می شده گای کر بوده و گای فر بوده، ولی بعد از اون تصمیم گرفتن، گفتن از قرن 17 گفتن نه، ما باید بالای اقتصاد خود، بالای بازوی خود کار بکنیم و سوئیس که هست بسازیم. و به این دلیل هم که از شما ببینید قانون اساسیشان یکی از قدیمی ترین قانون اساسی است، ولی البته اونا قانون اساسی رفرندوم دارن، یعنی اونا انتخابات نمیگن، اونا رفرندوم یا بازپرسی عمومی دارن. هر 4 سال که هست انتخابات دارن، بازپرسی عمومی دارن، یعنی نه تنها هر 4 سال بعد هر سال یعنی هر سال هم نه، در هر سال در یک سال چندین چیز دارن، پرسش عمومی، نیازمندی های کانتونا را می سنجن، نیازمندی های منطقه را می سنجن. کی نیازمندی داره؟ اگر مثلا یک توقفگاه بس هم باشه، مردم که از احتجاج میکنن و مردم که از یعنی جالب هست و بیشتر اینمی برقی که بالای مثلا اکثریت ها مانده شده آوردنش بالای یک اقلیتی که بسیار کم است، برق بالای اونا که از انداخت، تمرکز بالای اونا که از سرمایه گذاری بالای اونا بیشتر شده. مثلا یهودای ما، مثلا مسیحیای ما، مثلا دعا و سکهای ما تمرکز ما بیشتر بالای اقلیت ها اینا باشه تا اینا رشد بکنن. میدونی این خیلی جالب هست و حتی نظام سیاسیش سوئیسیا میگن که نظام سیاسی ما غیر قابل تطبیق است در جامعه های مثلا، و اگر تطبیق شد و محکم است چلنج داره. ما آدم هایتون چلنج دوست هستیم، یعنی از فهوه صحبت های قهرمان ملی خراسان احمد شاه مسعود معلوم میشه که چیز را در سوئیس دیده تو هوایی نمیگه. این یک مسئله است که ما الهام گرفتیم از اون. مسئله دوم که از ما خوندیم، ما و تیم من خودم که از سالها در باره سوئیس تحقیق کردیم، واقعا جانانه است. مثلا که از اینا محاد به خشک هستن، بله، یعنی هیچ ما بحر ندارن، مثل پاکستان وره کراچی بندر داشته باشه ندارن، و بسیار کشوره که بسیار یعنی ثروات طبیعی داشته باشه ندارن، ولی خیلی خیلی کار کردن. سوئیس جنت است. یک اندی رویاش همی است که یک بنز داشته باشه سوئیس سفر برود، یا شهر اصلشان یا مای اصلشان سوئیس برم. اما قدر زیبا هم است که با قدرت خدا. پس به این معناست که نظام کانفدراسیون فعلا در خراسان هست، خراسان فعلا فدرال هست. من برای شما بگویم هراتیم، کابلیم، بامیانیم، پنشیریم، پروانی هم، کاپیسایی هم، میبینی حس تعلق به ایالات هست نیست؟ هست، ولی حس تعلق جمعی به خراسان هست نیست؟ هست. ایالات از ما چتر کلانش خراسان، زبان پارسی، گرایش هست ازبکا میگن، هیچ مشکل نیست، ازارا میگن، ازارا زبانشان هست، و اکثریت مطلق 97% جمع زبان پارسی را صحبت میکنن. یعنی خود نظام خراسان یک نظام کانفدراسیون هست. ایتو نیست که ما را تطبیق فقط ما که از گفته انگلیس ها ویریفایش میکنیم، امی دیل کلوز میکنیم. آلش خودت فکر کن چه رقم است، کانتونی است، ایالاتی است. آلی ببین مثلا یک مثلا یک بدخشی، حس تعلق بدخشیست، بکشیش بدخشیست، نه میگه ایالات ما، نه پیشرفت ما، حق طبیعیش هم مثل تکساس. شما باور که یک تکساسیست میفهمی این رقم فکر میکنه تکساس کشور ماست، استیتش هست. کالیفرنیا میگه کجاست؟ ببین با اون مهم نیست کالیفرنیا چی میکنه،
واشنگتن دی سی چه میکنه؟ مریلند چه میکنه؟ چیکاگو چه؟ هیچ مهم نیست. مهم برش تکساس است. ولی حس تعلقش I'm American. این مهم است مزمل عزیز. یعنی اینمیست که مردم ما را رهبرای ما گمراه کردن. رهبرا میفهمن که نظام که از کانفدراسیون شده. نظام فدرال هست. ایالاتی. فدرال یعنی ایالاتی هست. یعنی استانی هست. من شاه خودت از کابل هستی. والله اول پرایوریتی که هست اینمی کابل است. این اگر قبول نکنی من میفهمم امیر قمر. است دیگه. این ابن خلدون میگه، من میگم جامعه شناسا میگه، دنیا میگه. برای یک لندنی لندن. برمنگمی ها میگم چی کنم به برمنگمی ها؟ ولی حس تعلق یوکی که میاد انگلند که میاد کلینگه یوکی که میاد واسکل یوکی میشه. برای یک لندنی شما باور بکنید که برایش ولش مهم نیست. برایش منچستر، لیورپول، شفیلد مهم نیست. مهمه کجاست؟ سو وات؟ لندن؟ بله مهم است لندن برایشان. ببینید اینه مثلا آکسفورد شهر است یا کمبریج برایشون اونمو اکسفورد شهر یا کمبریج شهر مهم است. میفهمید چه میگم؟ اینمی رقم که از کشورها ایالاتی است. میتروپولیتن از کجا میگم؟ میتروپولیتنی است. فقط اونمو مسئله است که ما میگم افغانستان مرده ها فقط فاتحش خوانده شوه، فدرالیزم فقط شده ویریفای شوه و به جهان ما نشان میدیم برادر فدرالی هست. من برای شما بگویم در زمان جهاد که هست شش حزب بود نبود، به شش زون که هست مواد تقسیم میشد، پول تقسیم میشد، نمیشد. تاجیکا یکی بودن، هزارا دو دیگه، چهارش کلش افغان بود، سیاف افغان بود، حقانی افغان بود و نمیفهمی حزب اسلامی افغان بود و چهار کس چهار به ایا میرفت و یک به تاجکا و به ازارا میره و جنبش هم میرفت. یعنی زوم بود. مثلا این رقم اگر فدرالی بگیرم، کانفدراسیونی بود، اگر فدرالی بگیرم چه رقم است؟ مثلا پاکستان بگیریم، ایالتی است نه؟ چهار ایالت است. ایالت پنجاب است، ایالت سند است، ایالت پختونستان است و ایالت سند است، پختونستان است، پنجاب است و دیگهش که هست بلوچستان است. چهار ایالت است زیر یک چتر. درست است. خراسان چه رقم است؟ تاجیک است، هزاره است، ازبک است و افغان. افغان 99% نه 100% کس از افغانیت است. مکان ظالم و مظلوم، از ظالم و مظلومش دفاع میکنه نمیکنه برادر؟ بله. ازبک هم این گونه است. هزارا هم خو میگن دیگه، اونها هزارا بیخی دیگه، جنوساید استاپ جنوساید هزارا بیخی، اینمی کارشان معلوم است دیگه. اگه خیرشان بعد از اون رسید میرسونن دیگه، کارشان معلومه. ای مزمل، کار هزارا معلوم است، کار ازبکو بیخی معلوم در معلوم است، کار اوغول خو بیخی معلومن در معلومن در معلوم است. یگانه قوم متردد که است ما فراقومی فکر میکنیم چون ما متمدن هستیم. واخره منگون است به این دلیل هم به آشه میپردازیم تاجکا هستن که آلا تاجکا هم از سال پار دیگه منسجم شدین. تاجکا آلا نهاد دارن، تاجکا آلا کنگره دارن، تاجکا آلا نشست دارن، تاجکا آلا تاجکانه فکر میکنن چون اینا منسجم شدن. اگر منسجم نشی بلغیده میشوی. آلش خودت فکر کن سعیست نه آچار اینمیه تاجکا تاجکاست باید تصمیم می رقم باشه. هزبکا خواه همیشه همی رقم بوده، هزارا هم همی رقم، ده ساب رایدی هم چه رقم بوده مزمل جان؟ ده ساب سیستم لعنتی که از اشرف غنی پدر ملون اول گفت نظام ریاستی دو ماون داره، اینا چهار ماون نداشتن. گفتن چرا؟ ولی حسن نیت سعیست نه. کی بود؟ ماونش که از مثلا احمد زیا بود یا هم لاساله بود، دیگهش که از کیس خلیلی بود و بعد از او که از مارشال دوستم بود. نه؟ اوغان، تاجک، ازاره چک، چار کانفدراسیون هست نیست؟ هست. ایره کسی که نظام ها میفهمه ما میفهمیم. خود در جان مردم اینا زدن، دروغ گفتن. ای مزنبل عزیز، ما فدرال هستیم، با والله فدرال هستیم.
فدرال به این معنی که هر کس حس تعلق داره از آره بکشه میگه از آره جنوساید. تمام؟ میگه نمیگه بزن بل. ازبک ها کجا هستن؟ همیان ازبک ها کجا هستن؟ مثلا چلیک فامیل از پنشیر که هست اکسپل شد. دور انداخته شد. هلمندی اومد. یک ازبک صدای خدا نکشیده. یا هزارا اوغان های چی؟ خب بیان این فدرال است. من نمیگم کار بد است، یعنی هر کسی اونمو منطقه خود امو سمت خود این مسئله کانفدراسیونش میشود، ولی مسئله فدرال هم ببینی در هر جایی که مثلا هر قومی که هست اونمو قوم خود کمک میکنن. این میره جرأت اخلاقی و سیاسی رهبرا و غیر رهبرا پیدا نکردن بگن ای مردم ما فدرال هستیم، کانفدراسیون هست. اینا میره نمیگه، ما اینا میره میایم با تمام متانت و سماجت و اخلاصمندی و صداقت برای مردم میگیم نظر به این دلایل و این شواهد و این ارقام و این ساختارها و این پژوهش و این مثلا مستند و این ارقام که هست ما فدرال هستیم. مشکل اساسی دیگه مزنبل عزیز کسایی هستن که آمدن فدرال میگوین در تطبیقش که از کار انجام نداده. اینی مشکل است. نه ما فدرال ما فدرال خواها هستیم. گرایش به فدرالیزم نه. ما فدرال سازا هستیم. ما فدرال ساختیم. خو اینمی فدرال خواهایی که میخواین خو بیان اینمی فدرال اینمی نظام پیش ببرن. ما برایشان ساختیم. این از ما نیست. از مزنبل نیست. از بان رازیه نیست. این یک مشکل دیگر هم هست. ببینیم خصومت های داخلی، خصومت های حزبی، خصومت های قومی، خصومت های مثلا شخصی، همه چیز کسب چی کرده؟ به بیراهه کشیده. مثلا پروفسور لالزاد می آید، کارش انجینری است، کتاب را در تاریخ نوشته کرده که مسلکش نیست، کار بسیار عالی کرده بله، ولی میایه مسئله فدرال که از زیر پرسش میبره، چون مشکل سالازاد با دکتر سای پدرام است. دکتر پدرام متخصص فدرالیزم است، یعنی ابداگرش است، ولی پروفسور لالزاد که از یک انجینر است و یک کتاب تاریخ نوشته کرده، میفهمین اینجا چه رقم کشیدگی پیش میایه؟ اینی جنجالا است که ما و شما باید مطابق تخصص خود گپ بزنیم. استاد لرزاد مثل پدر معنوی مرواریز، من خیلی دوستش دارم، ولی من مخالف این نگرش هستم که فدرال میگه که در خراسان کار نمیکنه. هیچ تخصصش نیست و هیچ حقم نداره کسی گپا بزنه، به دلیل این که کشیدگی‌های با دکتر سای پدرام داره. این نمیشه بگه که فدرال، خود پروفسور لرزاد ایمان داره که از نظام فدرالی هست، کانفدراسیونی هست. مگم تایر بدخشی نامد، نگفت تایر بدخشی، نگفت تا کاب مثلا کابلی نیست، مثلا فلان کابلی، مثلا دستگیر پنشیری. ببین حتی کانفدراسیون بوده، تعلق، حس تعلق انسان ها بر اون سرزمینشان هویدا است، کسی را انکار کرده نمیتوانه. حتی در زمان صفوی دوم، در زمان ببرک کارمن، دقیقا که هست مسئله فدرال و مسئله خراسان که هست، بزرگای مثلا مثل مجید کلکانی و مثلا رهنواد زریاب، مثلا بیژنپور و همچنان که هست خود مجید کلکانی و بحریدین باعث و نمیفهم جلال صدیقی، نجمیدین کاویانی، فرید مزدک، اینا مطرح ساخته بودن. بله سقوی دوم بخونه ناله میکنن، همین هفته گذشته یک ما ناله میکنن که این سقوی ها آمده مسئله فدرال مطرح میسازه، مسئله خراسان مطرح میسازه. میدونید چه میگم؟ پس به این معناست که از یعنی همه چیز تطبیق شده، همه چیز داره تطبیق میشوه، ولی ما که از خود چی کردیم؟ به شکل فیلم گونه که از رهبرای ما خود که از انداختیم. برایشان بگوی بار ببر میگه ما مرغ هستیم، بگوی تخم بار میگه ما فیل هستیم، ولی حقیقت ما به عیس نسل جوان 3 ساله طفل پرسان بکو میگه نظام ما نظام ریاست جمهوری مطلق نیست، نظام ما نظام فدرال هست، به دلیل هر قوم حس تعلق به جایی که در اونجا مسقط رأسش داره، نه به حاکمیت. با حاکمیت فقط یک طبقه داشت که اوغان بود و هم تمام اوغان که از ارادتمند غنی نبود
ولی ارادتمند هبت الله غنی بودن، اوغانا به دو بخش تقسیم شده بودن و از تاجیکا فقط مرتزقینش بودن، کسایی که پول می گرفتن و همه کس در روی اشرف غنی که هست اون کار خدم که هست کردن. ولی حس تعلق هر در پارلمان، مثلا فریکسون هایی که در پارلمان به وجود آمد، من مقاله پیرامون نوشته کردم فریکسونایزیشن خود مثلا پارلمان، تاجک ها تاجک شدن، هزارها هزارها شدن، ازبک ها ازبک شدن، اوغان خواه همیشه اوغان است، باز تاجک با هزارها آمدن، با تاجک ها که از یک جا شدن، ازبک ها هم که از آمدن. میفهمین چی میگم؟ به خاطر باز اونجا که از شما مثلا قاعده بازی رو میبینه که در کجا وزن ما بیشتر میشه، گپ ما بیشتر میشه. پس به این معناست که از اون نگاه ما مشکل ندارم، اینه که از توضیح میتیم و نظام نظام عمومی است. مزنبل عزیز، هر کس حس تعلق دای پیدا میکنه. اگر قانون اساسی ما را اوغان بخونه با فرق میده و اوغان نخونده، اوغان که از با فرقش را میره، با پایاش که از فکر میکنه. یک بار قانون اساسی را بخونه که میگه دولت جو که خوب ببینه بخونیم چی است، که بخونه ما برش عزت دادیم، ما برش که از مثلا معاش دادیم، ما برش که از مثلا مقام دادیم، ما برش که از درفش دادیم، ما برش که از یعنی جای برای منور کردن سیاسی دادیم که کس نداده. از اوغان کس یک نسل انتحاری جور کرده اوغانش، دست اوغان نخبه الیت تمام اوغان ها را کس پوکانهای سیاسی و قاغذ تشناب جور کردیم. ما نوار را که در هلمند پیدا کردیم تقریبا در حدود یکان صد دانه ملا بچه هست که لو کن میزنن، کلش انتحاری است. این نسل خلاص شده. من یک مقاله نوشته کردم پنج نسل اوغان که از تباه شده. نظام ایالات متحده خراسان نسل که از نجات داده، آدم ساخته، شهروان ساخته، از حالات گوسفندیزم که از برآمده، رعیت استند اینا. یعنی اینجا حس تعلق است، همه برای یک، یک برای هم است. این نیست که برای ما باشه، این برای هم است، از همه ما دفاع میکنیم. و احزاب که از وقتی که شما که از یک بدیل دارین، شما که از یک برنامه دارین، احزاب به شکل خود به خودی که از در برنامه مخلوط میشوه. ما کسی را کس نمیکشیم، براندازی هم نمیکنیم، تبعید هم نمیکنیم و برای کسی که از ما تعیین تکلیف نمیکنیم که احزاب مخلوط بکنیم یا بندی بکنیم، نه. ببین احزاب فعلا وجود نداره مزنبل عزیز، این را همیشان تبعید شدگان هستن. این چانس بسیار عالی برای ما هستن و در داخل نظام ما احزاب نیاز داریم. 260 چوکی حزبی ما نیاز داریم که برای اونجا چنرزنی بکنن، قدرت بگیرن، این کنتون های خدا مهار بکنن و از طریق کنتون که از رای بیارن. نظام سویس ببینید نمی رقم از کنتونی هست دیگه. احزاب یعنی ستون فقری، ولی احزابی که واقعا احزاب باشه، اون تمام قوانین احزاب که هست در وزارت عدلیه دولت ما که هست تسجیل است. ما شوخی نداریم که هر کس بیا حزب بسازه و حزبش هم که هست پاسخگو شفاف نباشه. دیگه مسئله احزاب ما مشکل نداریم، احزاب خودش که میبینه، جایگاه خودم میبینه، درآمدهای خودم میبینه، اونجا میبینه که واقعا چیزی جور کردن. سنگاپور، ژاپن، سوئیس، اون دیگه مشکل نداره. مثلا مسئله روحانیت هم مشکل، فرج ملا را، جیب ملا را، دماغ ملا را پر بکنی دیگه چه مشکل داره مزنبل عزیز؟ مشکل در این کس نظام نیست، سیستم نیست، امید نیست، نقشه را نیست، برنامه نیست، استراتژی وجود نداره، اخلاصمندی نیست، توانایی نیست، صداقت نیست. اما آمده دروغ گفته، اما آمده که از جیبا یکی را کلا مونده و رفته. من زنده، جهان زنده. امروز تمام رهبرها خودشان آمدن، نه؟ امروز در بیرون هستن، رئیس دفترشون طالبا گرفته کشتهشون. ما مثلا دمی محافظینش طالبا مده خودشان، من زنده، جهان زنده. حتی خلیلی اینمی محققی ها کس اینمی رئیس های دفتر خواهد نکشیدن، چون اون را حشم و حرم بیشتر داشتن. و این طرف هم کسی رهبرای ما و شما مثل این قانونی و دیگرهاش سیاف یا کرفتن، چقدر یا زن دختر بچه دارن، نواسه و کواسه دارن و چارت بندی کرده باشد. پس به این معناست که ما مشکل با عذاب نداریم، نظام ما عمومی هست و نظام ما قابل تطبیق است. استاد بزرگوار، به عرض معذرت که من مایک باز کردم، ببخشین. به بزرگیتان سلام و عرض ادب به تمام خراسانی های عزیز، بالخصوص استاد بزرگوار، جوان برادر ما مزمل خراسانی، درود و عرض ادب میفرستم براتان. استاد بزرگوار، یک تا از جوانای فرهیخته ما شما به نام دکتر امین
IMMF از تاجب. اگر امور درخواست داد لطف کنی بالا بیاری، میخواد بایتان معرفی بشه. درست است. مزام به عزیز بالا بیار. چرا نه؟ سلامت باشین عزیز خراسانی عزیز، درود بر شما. فایق بزرگوار، من فکر میکنم که برای من صلاحیت آمتام ندارم، نمیتونم بالا بیارم. خب شما صوت میبخشید. خیلی کی هست گفتی میبخشید؟ یک بار بگم نامش رو بگو. امین؟ دکتر امین. دکتر صاحب بگو که اینجا یک چیز نوشته بکنه یا درخواست بده. دکتر صاحب اگر لطف کنین از پایان لایف یک چیزی نوشته بکو که جناب استاد بالا بیاره. پر من نمیبینیم یک کسی که در لیست من نباشه. من در وقت چه در ترک نکده باشه نمیدونم من. باشه اگر نشد یک وقتی دیگه، اگر درخواست داد لطف کو بالا بیار که باید معرفی میشه. گپ نیست. آن شماره تلفن من برش بده و از طریق واتساپ هم میتونیم برش به حساب تماس متنی و صوتی شده. هیچ مشکلی نیست. شما اگر کدام پرسش داشته باشین پیرامون کنفرانس ما در سوئیس، من در خدمت هستم. یا این مسئله فوزی کوفی بحث بعدی ماست. سر این کنفرانس اگر کدام پرسش باشد، چون ما تاریخ 5 اکتبر روانی سوئیس هستیم که حال ساختارهای دولت ما را که از برای سوئیسی و برای جهان که از توضیح میتونیم. ما از زحمتهایتان همیشه سپاسگزاری میکنیم استاد بزرگوار. با تیمتان قابل قدر هستین، واقعیت قابل قدر هستین. تک تک خراسانی ها باید افتخار کنن. میگه خود شناسی خدا شناسی، تا خود را نشناسی خدا را نمیشناسی. این زحمتهایتان واقعیت قابل قدر است. بازم ببخشین که من مزاحمتان شدم، فقط به خاطر امو دکتر یا جوانی است، جوان فرهیخته است، به از خودتان نباشه. واقعا یک جوانی تحصیل کرده است. چند روز میشه شماره ما برش بده واتساپ. من دادم شماره تا برای ما بگو پیام صوتی یا متنی بگذاره. من برای که زنگ نمیدونم، زنگ کسی را نمیدونم، ولی پیام بگذاره من پاسخ میدم ان شاء الله. چشم، من شماره تا روان کردم برای شروع. پیام برات داده بودم با پیام جواب نگرفتم. من شماره تا روان کردم، گفت وایستاپش بالا نوردم، وایستاپش بالا نیامد. خیر باشه. اگر خودت کدام پرسش داشته باشی بفرمایید، مشکل ندارم. جان سپاس، وقتتان نمیگیرم بزرگوار. کامیاب و سربلند و سرفراز باشی. ممنون. روز عزیز، خوش آمدی خواهر عزیز. اگر شما کدام پرسش داشته باشین که باز میریم به بخش دوم برنامه. سلام استاد محترم و خراسانی های گرامی و برادر جوان عزیز خراسانی ما، سلام ما برشان برسه، احترامات ما را قبول کنه. واقعا خیلی خوشحال هستم، اما جای افسوس که من خودم اشتراک کردن میتونم دیگه از او بابت متاثر هستم، مگر برای دیگه خراسانی ها خیلی خوشحال هستم که حضور به هم میرسانم. واقعا یک حرف بسیار کلان است و انشالله که هم داغوش بگیره. فکر کن که خراسان داغوش گرفت. آره واقعا هم مترس استاد محترم، چرا یگانه کسی که شما اولین شخصی بودین که صدایتان این باره ما شنیدیم. اصلا شاید کسای بسیار زیاده هستن که ما با اونا آشنا نیستیم، مگر ما با شما که آشنا شدیم اولین شخص خراسانی بودین که آواز خراسان بلند کردین. دیگه واقعا وقتی شما رو ببینن هر کس احساس میکنن در خراسان هستن. دیگه برای دوستا سلام مرا برسانی، برای خواهر مبارز ما، برای خواهر بزرگوار ما سلام مرا برش برسانی. انشالله یک وقتی تلفنی باش صحبت خواهیم کرد. دیگه موفقیتتان رو میخواییم. باز در مورد فوزی کوفی بعدا یک کم گفتنی دارست. ما درباره فوزی کوفی صحبت میکنیم. اومد که بچه فوزی کوفی را که هست دعوت بکنیم. فوزی کوفی هست در لایف میباشد. بیشتر که هست دیروز وزش کمی خراب بود و فوزی کوفی مرا عمیق میشناسه که من کی هستم. یوتیوب ما را برش بفرستیم، از طریق یوتیوب بیاید ببینم که ما چه میگم پیرامونست.
به هر رو مزمبر عزیز در خدمت هستم، بفرمایید. سلامت باشین جناب عبدالعلی فایق، سپاسگزار هستم بابت توضیحاتتان در بخش نخست برنامه و همچنین دوستانی که حضور پیدا کردن. من شخصا دوباره و مجددا درود میفرستم به بانوی گرامی گرانقدر که حضور پیدا کردن در پلتفرم و امیدوار هستم تن سالم داشته باشن و جور و صحت و سلامت باشن. همچنین دوستانی که تا این دم گوش کردن، امیدوار هستم سفر را لایک بکنن و این سفر را شریک بکنن و مردم خردگرا و همچنین افرادی که به ترتیب افغانگرا هستند و به شکل گرویدی اینمی نام و نشان شده هستند و به ترتیب خودشان را گویا فکر بکنم از چند قدر و چند ای چیز میدانن، اونها باید دعوت شوند در اینجا و چیزی هم بیاموزند، برای اینکه این واژه هایی که ما استفاده میکنیم، ما میتونیم با واژه ها بازی بکنیم ولی معانی با واژه ها که هست ما را میزنه در پرتگاه تاریخ نامبد و خجالت میسازه. دیگه به هر رو سفر لایک بکنین، شریک بسازین و حمایت بکنین تا اینکه این پیرامون بحث که هست و گوش این افراد هویت باخته چون فوزی کوفی برسه و همچنان تعداد دیگرش که البته در گذشته ها پیرامون اون شخصیت ها بس صورت گرفته، چی مستقیم و چی هم غیر مستقیم، بعضی دیدگاه های از طرف ما و اعضای ما در موردشان بیان شده هست. جناب عبدالعلی خایق، بخش دوم برنامه ما تحت عنوان نقد افغان گرایان و نقش آنان در تضعیف هویت خراسان و همچنین چرا اینها گرویده این هویت هستند و چرا از هویت حقیقیشان اینها به ترتیب از گفتن اون، از بیان کردن او که هست، اینها ترس دارن و میلرزن و برعکس اینا گرویدی یک هویت جعلی و تحمیلی شده که البته اگر ما به تاریخ اون برگردیم، این واژه یک واژه فارسی است که مولانا میگه افغان ما روزوست، یعنی فغان ما روزوست. اون که هست معنی شعر مولانا که از سخن گفتن با پروردگار عالمیان مستقیم از اون حقیقت راستی را میخواست در اون شعرش بیان بکنه و خواستش که میگه چهره مشعشع تابانم آرزوست، اون چهره مشعشع تابانم آرزوست، اون دیدار خداوند متعال یک حقیقت واقعی را در اونجا بیان میکنه و اون فقانش از درد این هست که این مخلوق ضعیف که هست، این خسته شده از دیدن با اینا، از نشستن با اینا خسته شده. اون میخواه با خردمردان شیر خدا و رستم داستان هم آرزوز با رستم داستان و با علی، یعنی با حضرت علی که شیر خدا برش گفته میشه، با چنین افراد خردورس بیشینه و یا اینکه پیامبر گرامی باشه یا هم که خود حقیقت واقعی که پروردگار عالمیان یزدان پاک هست. فایق گرامی، با توجه به تاریخچه افغان ها چطور میتوان با بهترین نحو با این جریان های ضد فرهنگی و ضد ملی مقابله کرد که افراد را اگر من نام ببرم، نظیر شکریه بارکزای، فوزیه کوفی و افراد دیگر، شکریه بارکزای که نامش در سرش هست، یک افغان مطلق هست و سالهای سال آمده از نام بانوان اون سرزمین استفاده کرده و حالا هم که فوزیه کوفی در پهلوی اون، البته که اینا فکر میکنم یک روح در دو جسم هستن و به یک طریق پیش میروند و این فوزیه کوفی که گرویده این واژه افغان یا این هویت جعلی هست، شما در این مورد چی نظر دارین و همچنان تیم ما و شما؟ و این که چند روز گذشته توسط یکی از بانوان فرهیخته خراسانی و بهترین وجهش و در بدترین حالت و به بهترین حالت این شلیکته های سیاسی البته مورد هدف قرار گرفته. بله بله، من در جریان هستم. اون بانوی که دیروز نقدش کرد، پرسش بسیار عالی و پرسش بسیار جانانه و پرسش بسیار تاریخی است. و قبل از اینکه من پاسخ بدم، دوستایی که در یوتیوب هستن، این یوتیوب را شریک بسازیم به فوزی کوفی، به اوغان توپ ها از طریق یوتیوب، چون ما کس بیگو و تیک تاک ندارن و خراسان انترنشنال دوستا فقط در فیسبوک هایتان شیر بکنین یا برایش بفرستین.
ببینین دوستا، وقتی که ما مسئله فوزی کوفی را مطرح می سازیم، مسئله احمد مسعود را مطرح می سازیم، مسئله امرالله صالح را مطرح می سازیم، مسئله قانونی را مطرح می سازیم، مسئله محقق را مطرح می سازیم و مسئله دیگر این آدم هایی که یک زمان ما اینا را دوست داشتیم، ای تو نیست که سیاه و سفید باشه مازم بلا عزیز. ما زمان کتاب را پنج شعر در آینه فرهنگ سال 2007 نوشته کردیم، بخش انگلیسی شما تمام کرده، بیشت از 1000 در عالم چاپ شده همراه عزیز پور. یعنی ای تو نه، ما تمام اینا را بایوگرافیش من با دوستان به زبان انگلیسی نوشته کردیم، از سالش گرفته تا قانونش تا من سال 2007 میگم که چرا این ها معلوم نبود. شما باور بکنین که ما هر کس را که نقد کردیم بدیل شما آوردیم، ما هیچ گاهی که است دست ما را در یخن کسی ننداختیم، برعکس. شما فوزی کوفی را بگوین که از دختراش مرا بیشتر میشناسه. من با فوزی کوفی قرار بود یک بار ببینم، داخل کرفتم. فوزی کوفی را کی به قدرت رساند؟ برای فوزی کوفی، برای امزاجم کردن کی کمک کرد؟ ما دانشجوها بودیم، ما امرای بچه های بدخشان بودیم که فوزی کوفی را که از در سرشانه های ما حمل کرده، ما فوزی کوفی را کمک کردیم داخل پارلمان شد، ما فوزی کوفی را که از برش رای دادیم، ما برایش که از پول جمع فندرایزین کرده، ما برایش که از بخش های گوناگون برنامه های مطبوعاتی هاشه که از با بچه های بدخشان پیش می بردیم. این نیست که ما حق دمندی داشته بودیم. ما هم تاجک ماست، یک پارسی زبان ماست، یک بانو است، یک بانو است، شوهر خود از دست داده، دختر داره. این نیست که یک آدم حساب ما ببین مثلا مردم نمیفهم، مردم فکر میکنه او ما بیاد نه اون گونه نیست. ما آمدیم سیر تاریخی را، مگم احمد مسعود ما جان ما دوست نداشتیم؟ وقتی که میه خبت میکنه باید استادش کنیم مثلا بب خوی نمی کارا نکرد رهبرام امروز که از مثلا طالب که بالای گرده های ما را میرود. جامعه که در اون نقد نباشه پویایی نیست، رفته از بین، خلاص، افلاس خود باید اعلان بکن، انسولونسی خود باید اعلان بکن. اون جامعه مخنث است، جامعه مثل عرب مخنث، عمان مخنث است از نگاه نقد، از نگاه اینا پول دارن، ولی مردم گرویده اندیشه های دگماتیزم سلفی ها هستن در اونجا. فوزیه کفیره اگر ما این گونه که از به سه بخش که از زندگیش تقسیم بکنیم، اون فوزیه کفیره که به قدرت کی رسان امر لاصالی را کی معرفی میکنه، اون بس علایده است دیگر. من نمیخوام داخلشم، ما سهم خدا داشتیم، خیلی سهم خدا داشتیم، ما کار فرنگی به فوزیه کفی کردیم، خودش برای خودش نکرده. من که داخل خراسانم بودم در تماس بدیم، حالا میاییم جوانی های فوزی کوفی میه مطرح میشه بایست یک ترجمان، بایست یک کسی انگلیسی را میفهمه، یک بانوی مثلا شوهر خود از دست داده و یک بانوی است که انگلیسی میفهمه، یک بانوی است که مثلا تاجک هم است و یک بانوی هم است که مثلا دختر داره و و و مثلا مثل یتیم هستن، نه یک چیزای داره و بعد از او کسی داخل سیاست میشه. داخل سیاست میشه چون فوزی کوفی به یه عقیده است که پدرش که است، پدرش و امی نمیفهم امی خشقاموش احمد شاه مسعود کشته، بس یکی از سرسخت‌ترین منتقدین احمد شاه مسعود بود و تا من نمیفهم ولی باورش، ولی بسیار منتقد احمد شاه مسعود بود که این گویا پدر ایناش کشته. این بحث علایده است، ولی وقتی داخل پارلمان شد مسئله تغییر کرد. کی داخل پارلمان کرد؟ بچه های بدخشان، ما کمک کردیم، از این لندن کمک کردیم، داخل کابل هم کمک کردیم، خودش میفهمه. و بعد از داخل پارلمان که میشوه، اینجا ما برایتان چی میگیم؟ چهره سیاستگیانه این بانو تغییر میکنه، امون گونه که شما میگیم که از ببینیم که از دخترخان سکه کرزای میشوه، در زمان کرزای رشد میکنه. کرزای دیدی یک تاجک است؟ و وجوده که با تاجک بودنش که از باور ندار، نگفتم یک تاجک هستم، باور ندارم، قانونیست، پلبین، فرصت طلب، شالتان، مداری، شعبدباز، شالتان، شلیخته، پرموج و همچنان که از ولنگار. واقعا بعد از او دختری را میخوانه. چرا؟ به دلیل که از گفتم یک دختر جوان، یک دختر زده مسعودی،
و یک دختر مثلا در پارلمان و یک دختر که انگلیسی را میفهمه، اینه هر جای هم که میرفته اینه، اینه حقوق زنا، اینه ما به زنا دارم کرزه مثل گاوشیری از استفاده کرد. این زمان که از فوج گفتی خیلی یک دماغ خطرناک هم داره، بر اون که از یک دادستانگر بسیار موفق است، یک بزنس ویمن بسیار موفق است، یک کارآفرین بسیار موفق، ما اینه دیده، عملا هم دیده، اما ما اینه وی ما اینه میره شاید همی کارسته در داخل کابل. یک بار با فوج گفتی ما دیدیم با یک مجموعه از بدخشی ها ما را بردن که سر یک مجله کار داشتیم و گفتیم که این مجله ما اگر چاپ شوه ما سم میگیریم. آمد گفت که ما این مجله را که چاپ میکنیم تا امروز چاپ بکنه. یک زمستان بود دا کابل میگذاریم اون قصره. بسیار بسیار بدخشی ها بچه های جوارای بدخشی دوستش داشتن، بسیار بسیار که از بچه های بدخشی را که هستی قربانی کرد. آقای بدخشی یک مقاله نوشته کرده برش بخونیم از امی آقای غفران بدخشانی، بسیار یک چیز خطرناک گفته. شرم است برای این بارون دیگه، ای باید شرم کنه، باید استعفا بکنه، خلاص. اون دلایل خودم گفتم، من برای شما دلایل من گفتم، خوبی هایش هم گفتم. ببین ما ایتو نیست که آمده باشم گلوی را گرفته باشم. این چوخ منحرف می شود زمان کرزه، دخترخان کرزه می شود، امکاره کرزه می شود، در پارلمان که از بالاخره اینجا اعمال نفوس میکنن. خواهری یک بسیار شالطان خطرناک، خواهری فعلا بالفعل مزنبل در کابل طالبان که از کمک میکنن به دلیل اینکه از نامش در مسئله مواد مخدر. ایرا من نمیگم، ایرا ملل متحد گفته، ایرا دنیا میفهمه قاچاقبر است. خواهر ازی فعلا هم در نظام طالبانی است، فعلا هم در نظام طالبان، چون خانه و مثلا جا و اینا را او مهار میکنه. چقدر نقد شد رفت و به شرمی تام رفت و فعلا در نظام طالبان که از کار میکنن و سفید نمایی. من نمیگم که این خواهرش است، این میتونست که باید من بکنه، میتونست نقدش بکنن. ببین گب به کجاست. این بسیار خبتای کلان کلانه که در زمان کرزه که از مرتکب شد، خیلی خیلی نتوانست واقعا از سمت ما دفاع بکنن، از زبان ما دفاع بکنن. بسیار بسیار افغانگیرا هست و پلبین است، فرصت طلب است، مزمبل فرصت طلب به معنای کلمه. و خوبترین ابزار را گرفته women rights، women rights، women. برو با women rights چیکار کرده؟ ما در تماس هستم بانوهای را که طالبا گرفتن، کسایی که با ما هم کاری میکرد، یک روز خبرشان هم نه، یه دقصش هم women rights. گفتم انگلیسی را میفهمه، از طریق کرزه به تمام نهادها معرفی شده بود، با تمام مدای کرزه رفته بود، دیم رفته بود. وقتی که شما در یک نهاد میرید صحبت میکنید، وقت کانتکت هم میگیره دیگه، اون مهم هم نیست کس دیگه نباشه، با تو کس دیل میکنن. این در جاهایی که مثلا با کرزه رفته بود با غنی اینا رفته بود، این دیگه نیاز نداره به غنی، وقت تو کانتکت جور که اون میفهمه چه رقم بعد از یاد که با اون نهاد کانتکت بکنن. هر جا که رفته افغان ویمن، افغان ویمن، افغان ویمن، زنای اوغان، زنای اوغان، زنای اوغان. و اوغانیت اون قدری زن رشد داده، هیچ کس رشد نداده. و بعد از داخل پارلمان هم که میشه، از زدبندهای پارلمان هم میبینی و دفاعشن در مقابل زن زبان پارسی اینا یک بار یا دو بار بوده. او هم کس براش فشار آمده بود، نامد مثلا مثل زن یونواره، مثل نمیشه کریه بارزه خورخنده جونی جونیش که هست در این لندن هم بعضی کارها را که از دارن انجام میتن و انجام هم داده. خوار خدای جانی جانیش که هست آمد، گفت برادر جانی که هست احمد شما سود قهرمان من است. مگم فوزیه کوفی نش نمیتونست یک نقد بکنم، مزمبل نمیتونست دختر زن در مقابل زن نقد بکنم. بگه تو چی گفته روان هستی؟ تو بیا فوزیه کوفی بگو، یا بگم ما که امان لارا کس قبول ندارم، یک آدم پدرکش است، یک آدم مسیحی است و یک آدمی که در خارج طبیعی کشتش. اگر شکریه بارگزای نقد نشته نکنم در سپای من قطع میکنم. ببینید این بانو چیکاره است؟ این بانو که هست کی را رشت داد؟ کرزه، دختر کرزه است، دخترخان کرزه، اینه میان کرزه صاحب میگرد. اون چنل ارتباطی، اون پل زیرزمینی میاید، اون پایپلاین ادامه دارد. موجه مزمبر عزیز تو نیست که دامن نداشته باشه. برادر کرزه میوره اولین کسی هست پرپره نشته فوزیه کوفی. از ما چقدر دیگه کس میده قصهش هم نیست. بدخشی های خودش چقدر کرد؟ در قصه یک چیزه که نشتم و در قصه شم همیشه همون فریوی کرده. چهره فوزیه کوفی در زمان که هست اشرف غنی برملا شد،
دقیقا یک عروسک در دست اینمی اشرف غنی بود. اشرف غنی هم بایسی را جندر زن بایس انگلیسی و بایس این زن آزادی دار این فوج کفی نمونش این در اینجا گپ میزن در اینجا تنگ تنگ در این نهاد در اون نهاد در این علاقمند در نهاد ها برای گپ بزنه و پرپره بکنه و پول بگیره و و و و و و من برای شما نمونه بتونم مسئله دوحه زمانی که ما مقاله نوشته کردیم برای فوج کفی گفتیم که نرو نماینده زنها نرو اگر میروی قضیه دوحه را باید نوشته بکنی فکتوال نوشته بکنی که چه میگذره هم حفیظ منصور مرتزق عجیر که از اونجا چیز نوشته نکرد و هم که ای و نماینده های مخنص دیگر که بسیار بود ما برای فوزی کوفی گفتیم که او بچه چند باری رفته دوحه او مزنبل فوزی کوفی در دوحه رفت تمام برنامه های رکس خونجا پشت دروازه های بسته هم گپ می زدن این می فهمی چونجا می گذرن مردم خدا می گفت ببین در دوحه که هست پنج ستاره که از هتل بوک هست بله آشه تا داده بله تکت تا داده بله تکت تیاره تا داده تکت هتل داره پیسی خرچی تا داده و دیگه درآمد هم داره چرا این محروم خدا بسازه هدایای های دیگه شم ورسره دیدن میدیا هم خوشحال هم هستی ورسره و بحبوحه و عیشت معیشت شم بعد از کنفرانس ورسره زمانی که چهره اساسی و واقعی فوزیه کوفی ما میگفتم این فوزیه کوفی که از خطرناک است خطرناک بایس تاجک بایس زن بایس انگلیسی دان بایس دموکرات بایس اعضای پارلمان این سو استفاده کرده روان بود بالاخره که است این نماینده مردم فلان در دوحه فوزیه کوفی از فرد خراسانی باید از بیاید پایبوسی بکنه دستبوسی بکنه معذرت بخواه و حقایق باید از نوشته بکنه بگه من معذرت میخوام که شما را در جیران نگذاشتم من شما را گمراه کردم و سرزمین خورشید کرد در دست لغستانی ها ما سپردیم حفیظ منصور و اینا و آقای خنجانی من خنجانی یعنی خنجانی رکال در جبه قامت مشم یک چیز انتخابش کرده من واقعا واقعا خنگ میمانم با میگن فایق چرا نقد میکنی او برادر کسایی که با تغلب تسلیم کردن آزموده را آزمودن بگفته احمد شاه مسعود خطاست چند بار میاموزه اینمی ها سقوط دادن سرزم اینمی کشوره ها دیگه منفر پیدا نمیشوه اون کسی که سقوط این کسی که مفاوضه میکرد با طالب در دوحه اینا ای طرف شد طالب او طرف تازه کوفی هم از این جمله افرادی بود تا امروز مزنبل حقایق اینا نگفتن تا امروز اینا پل گرفتن تا امروز اینا که از عیشت معیشت کردن ولی هیچ چیز که مردم در جیران نگذاشتن باز ما که هست بگم واو ولی فوزیه کوفی تاجیک ماست گور پدرش من که مثلا قانونی تاجیک ماست پنشیری ماست نقد میکنم سالره این چیکار است باید نقد شویم ما نباید که از تبار گرایی بکنیم نباید که از محله گرایی بکنیم نباید که از سم گرایی بکنیم وگرنه این نظام هیچ معنا نداره ما به مردم دروغ گفتیم تنها افغان ما نقد میکنه خو نمیشه تنها افغان نقد بکنی که باید خودی ها را نقد بکنی فوزیه کوفی که قابل نقد است قابل طرد است اگر ما با این خصومت شخص داشتم والله ای ما زنبل مای را کمک کردیم مثل خوار در کنار اشتاد شدیم برش مقاله نوشته کردیم برش کار کردیم برش لابیگری کردیم بعدش ای داخل پارلمان کی بردش ما ولی وقتی که میاد سیر تاخیر میده حق من است بله شما بیان سیر نقد ما رو ماشال فهی من کمک کردم نه 2004 کس اونمو کارا کفتم نکنه بلی یاز قرار نقدش کردیم پشیمان است مرکز نه احمد مسعود که دوست داشتیم تا سال 2023 ببین ما چیکار تمام زندگی ما تمام ویدیو و نوارای ما از احمد مسعود پرسه نمیال برو اینستاگرام برو اون اکانت دیگه من کس کس ما پاسورد چنگ 12000 نفر کس فالوور دارم برو امیم روز ما دیدم کلش جبه مقامت بیرق مقامت و احمد مسعود است پیاماش دیگهش وقتی که میره یک کارایی را میکنه باید نقدش بکنی استاد چوی ما دشمن کسی نیستم حق طبیعی ماست برای نقد کردن هیچ کس از دم شمشیر ما تیر شده نمیتونه این قلم نمیتونه تیر شده گوش همه باز باشه نه فوزیه کوفی برای من کس پول داده نه برای من کس چوکی داده نه احمد مسعود نه هیچ کس ما حق داریم پاش کج بونه کس نقدش میکنیم استاد بشم و چهره اصلی شکست برای مردم برملا میکنه این حق طبیعی ماست من پیشتر استاد پروفسور لرزادم گفتم
اون صحبت های غیر مسئولانش پیرامونه مسئله فدرال گفت قابل تطبیق نیست، این ولنگارانه است، اون حق استاد آزاد نیست که در این نقطه گپ بزنه، درباره کتابش میتونه بگه، ولی اون چیزی را که نمیفهمه تجویز نکنه، رشتهش رشته فدرال نیست، حق نداره. این مردم گمراه میکنه، چون خصومت های شخصی نباید مانع پیشرفت روند کاری مردم ما جوان های و نسل ما شود. بگذارین اون خصومت ها را برای خودتان و سوء استفاده علمی هم نباید کرد. من کتاب نوشته کردم، بسیار عالی، بسیار کتاب جانانه است، من دوست دارم، ولی عقل نداری بگوی که نظام هیچ تعلق نداره به این. شما یعنی که از ضد اندیشه های تاهیر بدخشی هستین، پس تمیلی معنای چیست؟ این اینی چیزایی است که نمیشه عزیزه، چون ما میفهمیم ساختار رو، همه میفهمم، نمیشه از بری از کناری به سادگی تیر شد. مزنبل عزیز، مسئله سقراط است. سقراط میگه من استاد افلاطون دوست دارم، ولی حقیقت هم دوست دارم، ولی حقیقت بیشتر از استاد افلاطون دوست دارم. افلاطون میگه سقراط دوست دارم و حقیقت هم دوست دارم، ولی حقیقت بیشتر از استادم دوست دارم. همین دلیل بود که از ما امروز صاحب مارکز در رژیما که هست چوکی نداد، که خطرناک است، نقاد است، شکگیر است، کنشگر است، پرسشگر است. واقعا جامعه که فایق دو نباشه، اون جامعه مخنص است، اون جامعه خواب برده است، اون جامعه که هست از بین رفته، مثل قندار علمان داره، چیزی وجود نداره. میگه داده کشندی حبت الله حفظ الله، من نه برادر، وجود نداره. مشکل فوزیه کوفی برمیخوره بر دوحه. مزنبل عزیز، این بانو ولنگار ولنگارانه کار کرد، وزیر زمینی کار کرد برای پول. وقتی که اینا تبعید شدن، آمدن اینجا باید چه میکنن؟ میفهمی کارشان؟ من در تلویزیون به یکی گفتم، گفت کار من چه؟ گفتم که از خاطرات نوشته کو، پیر شده ای خاطرات نوشته کو، دیگه کارت نباشه، بگذار نسل ما و نسل پسا ساختارگرا این کار را جور بکنن. شما که همه چیز را بکن کشید، همه چیز را افت کرده. اینا که آمدن دلندن قلقله میکنن، ما میکروفونا را گرفت، آلی تو کار زمین را کجا ساختی که بر آسمان ها بپرده؟ آلی تو چه دستاورد داری؟ میای قلقله میکنی هر جا. ببین انمی جوره کمسایی، انمی شکریه بارگزای و فوزیه کوفی، شکریه بارگزای کوفی و اوغان، ای به اصطلاح به گفته خودش که از پارسی و هرزیوان هم نمیگه، یه اوغان است دیگه. کارایی را اینا کردن در طول 3 سال، والله آدم خینک میمان، آدم پت میکشه، زشت کار کردن. امی کافی است ما از زنها دفاع میکنیم. women rights, human rights, women rights, human rights، حقوق زن، حقوق با. این کافی نیست، این هم وانفریبی است، این ابزاری است که مردم استفاده میکنن، مثل از احمد شاه مسعود که است، مرام بنیاد مسعود که فیران استفاده میکنن. همه آدم های استفراق شده جمهوریت حالی زیر بنیاد احمد شاه جمع شدن، برنامه میگیرن در لندن برای احمد شاه مسعود. مردم خنده میکنه و برادر میگه دیروز که تو غنی را بالا بالا میگه، تو سخنگوی عبدالله بودی، حالی آمده که باز از اندیشه های مسعود سو استفاده میکنه. این لقم استن مزنبه، فکر میکنم ما نمیفهم، نسل ما نمیفهمه. اگر ما صدای هم بلد که میگه ولی فایق، نه فایق صدایش خاموش نمیکنه، هر کسی پایش کت ما نقدش میکنه. بدیل هم ما داریم، بدیل تو نیست که ما نقد، ما بدیل هم داریم. و این در طول 3 سال اینا باید سکوت میکردن، مذرت میخواستن، میگفتن ما با طالبان مفاوضه کردیم، ما دولت خراسان که از به طالب تسلیم کردیم، حالا مذرت میخواییم. قرار موجه میبودن، خاطرات خود نوشته میکردن، نقایص خود نوشته میکردن، کتابهایی که مثلا در اونجا افتای خود نوشته، مثل یک انگلیس میکنن، مثلا یک فرانسوی میکنن، مثل یک کس دیگر انجام میده، خاطره نوشته میکنن که من این خطایی را که انجام دادم نباید که انجام میدادم. اینا برعکس آمدن شیرهای برفی، اینا برعکس آمدن بالای مردم خدا که هست سیلا دادن، اینا برعکس که هست آمدن که هست در هر جا جایزه نوبل. تو چی کرده جایزه نوبل میگیری؟
فقط شو آف از مزامبل، فقط این همی خوارخندگی، زن با زن جنجال داره، زنا که هستن یکی جنجال دیگه داره، این در اینجا رفت، من در اونجا ماندم، این در اینجا رفت، من جایزه نوبل نگرفت، اون جایزه گرفت، من اینجا کلش خصومت های شخصی، هیچ ملت مردم والله بالله تلا ده. من میفهم من در کن این مسئله دخیل هستم، من سیاست لعنتی را کنتم، همی زن کمی این همی فوجه کفی شکلیم، دهنش باز کنم، من که از انالیستش میکنم، تحلیلش میکنم، چه میخواین؟ 3 سال بگذار امی 20 سال یا چی کار کردن؟ شکریه بارگزه فقط بالای تنش کار کردن، بالای لباساش کار کردن، سفیر شد، اعضای پارلمان شد، پول دزدی کردن، در اختلاس شکریه بارگزه تانیج غرق، شوارش غرق، خواراش غرق، بارگزه یا خاندانی که از غرق هستن. مزنبل عزیز اینا که هست، اینا طایفه پاپ نیستن، اینا میاین به انگلیس ها خود نشان بده، انگلیس ها میفهمن اینا کلش کرپت هستن، بگفته اون بانو با گفته مینه که اینا واقعا کرپت هستن. انگلیس فکر میکنه نمیفهمه، انگلیس میفهمه اینا کرپت هستن، ولی آمدن لباسکای گوچی، لباسکای فندی، لباسکای من نمیفهم جیوانجی پوشیده، 2000 1500 که هست فقط چبلقاش از کجا کردن اینا؟ میان سر خود سر مردم اعلام میتن و میکروفونا را میگیرن، ولی ما حقوق زن میخوایم، حقوق من ببینم این پارلمان انگلیس رفته تا انگلیس، این فوزیه کافی برای گمرایی، حقوق زنای افغان هم میخواید. شکر بارزه خوبی خی افغان میگه، کدام افغان قهرمان ملی تکست میگه که من قهرمان ملی من نیستین، مثل یک ملامر است، خوارخنده جانی جانی اینمی شکر بارگزه است، والله اینو این رقم فکر دارن. مشکل اساسی ما دهی است مسامبل، ما که هست محلگیرا هست، او فازیکوفی از بدخشان، بدخشانه باید دفاع بکنن، این نگرش مریض است، هیچ فرق نیست که یک بدخشی بیایه از فازیکوفی به خاطر بدخشانیش که دفاع بکنن، من فرق اون را با یک هلمندیش نمیکنم، یک اوغان دیگه او است، یا پنشیریا بیاین، پنجشیری ها بند دفاع بکنند از قانونی عمله صالح احمد ولی مسعود و و و افته های وحشتناک اینا را توجیه بکنند. برای من مثل اوغان هست، پنجشیری اوغان، بدخشی اوغان، وقتی که میایی نقد میکنی باید خود نقد بکنی، بشار ابن خالصانی نقاد بوده، شاعر نقاد بوده، همه را نقد کردن، کل نقد کرد، حتی مثلا که نظام نقد کرد آمدن بندیش کردن و ازش خراب کردن، بسیار وضعش خراب بود، دید در بندی خانه هیچ کسی وجود نداره، کس اون بندی خانه را کس نقد کرد، اون کسی که را کس برش نان میورم نقو هم زدش، آمد خود به خودش آغاز کرد، گفت بشار ابن خردانی قد تو پخش از آدم چیچکی هستی، خودش برای خودش شعر نقد گونه نوشته کرد. باید جامعه نقد شود، باید شخصیت ها نقد شود، باید برای مردم آگاهی داده شه، کو برادر دیگه سرمایه گذاری نکنه برای فوجی کوفی، یک موری سوخته است، یک آدم استفراق شده است، مردم ما اخلاصمندی داره، ولی فوجی کوفی یک زن است، خود زن است، مگم زن کم است؟ فوجی کوفی ولی از بدخشان خواه است، من بدخشانی کم است، فوجی کوفی ولی که از این نیست، فوجی کوفی ولی که در مقابل من برای شما بگویم اینه، شما برین که از 4 سال پیش در مسکو امیم روزم که هست ما اونمو قاب خبریش برگزاری کردیم، اون صحبتاش ما نقد کردیم در مسکو، این مینک آمد اون بانو که از نقد این نه این ناوخ کرده در روسیه، ولی گفت طالبا تغییر کردیم، اون زمانی که خوارش اینجا بود نرفته بود، گفت طالبا تغییر مثبت کرده، برو ببین در بیبیسید که از قاب خبریش ما هم که هست من نشته کردیم فیسبوک ما رو ببین، ما مشکل در ای هستیم که یاد ما میروه مرده پرست و یاد رو، خب برو اینمی آدم 4 سال پیش که در نشسته که در روسیه چی گفت؟ گفت طالبا چینج دی چینج، گفت مثبت تغییر مثبت کرده، زنم میخواهند که از ماون وزیر شوه، رئیس ماون رئیس جمهور شوه، طالبه که به هیچ چیزی که از باور نداره، دیگه پس به این مانوز مزنبل عزیز ما در مقابل یاوگویی، اضافه خواهی، گمرایی، ولنگاری هر کسی که باشه سکوت نمیکنم، ولی برادر من باشه اعضای خاندان من نقد کرده، امین هم که به انصافی بکنن گفتم امین متوجه باشه به انصافی نکنی که تو برادر من نیستی، ببینین نقد از خود آغاز میشود،
برنامه های ایالات متحده خراسان، ما دولت جور میکنیم، بالای کی جور میکنی؟ دولت تا بالای کی تطبیق میکنی؟ بالای خودت باید تطبیق میکنی. مزمبل من دولت جور میکنم تطبیق شه بالای دختر همسایه بکنم، این گونه نمیشه. آخر ما اخلاق اتیک، اخلاق کاری، اخلاق بزنس، اخلاق دولت داری، همه چی اتو وجود داره. اینا میول مثلا خود مزمبل عزیز امی صاحب کار برات میتم میگه مزمبل صدا تلفن تا اضافه چی نکو، روشن نکو، اگر کردی تو اخلاق او نمیبیند، اخلاق خود داری زیر پرسش برده. مرک میگفت نکو، من نمیکردم، من جایی که کار میکردم میگفتم اجازه دارم، میگفت در رخصتی اجازه داری، ولی دیگرها که از مثلا در رانندگی من گفتم تلفن تا بگذار، اون که اجازه نداره میگه آه در قصه چستی. برای من مهم بود چون من امضا کردم که یس، من تلفن ما که از خاموش میکنم یا در جیب وقت کار من بالا نمیکنم. ایتو ما دارم، ایتو در صاحب پنکچوالیتی مرا بگو خانه تان ما بیایم، مزنبل عزیز نمیفهم کدام روز بیایم، مرا بگو سه بجه بیا چیز اتریش بیا، ما 15:30 پشت خانه اگر خدا نرسم بگو برو به در فاقتی، اگر آدمی هستی فقط دلندن گپ میزنی. ما مجبور استم 5 ساعت پیش تیاره را بک بکنم، 4 ساعت پیش تکسی را بک بکنم، 2 ساعت کل کارای مجبور میکنم چون دماغ من دیسپلین استم. ما مثلا ما جایی که میروم اینمی میتین که میباشه بدن ما شور میخوره، بدن ما سنسرهای شور میخوره، ایچ ما تلفونم نمانم، ما زنگ نمیمانم، خودش میگه 9 بجه ما باید از که از اونجا عشق بخیزم کل چیز مجور بکنم، 15 کمش قرار پاک ستا عطرم زده ای ساجقم در دهنم که هست میرم منظم میشینم گپ میزنم، میگه وقت آمده، میگم والا ما وقت آمده ما. خب امی دولت زشما بالای که تطبیق بگره مشکل دمی بود، با ما دولت جور کردن، قانون اساسی رو امریکا آوردن و بعد از او که روحانیت رشت دادن. اون مزمبل قانون اساسی جماندگی ملا کاشف میگفت استانه بالا کنه، دعا کنه، دعا چی گفت شد؟ فلانی که هست معاون فلان شد. خب قانون اساسی دور پدر قانون اساسی. خب مردم که روی در داده، مردم که نظام ما را قبول نداره، مردم ها گوش هم نمیه بره، فقط یک اشرف غنی دیگه، یک متفکر مغزت تو دیگه یا آمده میبینی کدم تیک تاک ها بچه هم میگن بخاطر و دروغ گفتن، خب بازار ما را خراب کردن. اینمی موی سفیده، اینمی پیر آمدن دروغ گفتن، با خدا گپ سر بزن بلکست باور نمیکنن، مگه آه برو تا اشرف غنی واره گپ میزنی. خونه عمدن مردم سالایی رو بگند کش، اونا عمدن نظام پرسشگری رو بازپرسی رو بگند کشن بخاطر نظام غوغا سالارانه و هوچیگیرانه و قبیلوی که از جور کردن که دیگه مردم نگه انتخابه، بگه آه ولی مثل اشرف غنی واره دیگه. به هر رو این بود نقد ما پیرامون فوزی کوفی. ما با هیچ کد دشمنی شخصی نداریم. شما میدونین که من یک فمینست هستم، برای بانوها عمر خود دادم، من بانوها را واقعا از جان خود که از دوست و احترام دارم، ولی هر بانویی که مثل شکریه بارکزی واره، مثل مثلا فوزیه کوفی واره، مثل بیوا پتنگ واره، مثل نغمه شاپیره واره بیایه و پای خود در گلوی مردم ما بانه، ای برای من دیگه مهم نیست با جنسیت، برای من دیگه مهم نیست، من سکوت نمیکنم بخاطر این زن است. نقد ما ادامه داره مزمبل عزیز، نقد ما ادامه داره. فوزی کوفی را ما در هر جای ببینم استاد میشم و میگم تو دروغ میگی، تو افتراگر هستی، تو گمراه کننده هستی، تو کسی هستی که طالب و قدرت آورده ای تو. من گپ دارم، الا بیای فوزی کوفی مذرت بخواه، بیای بگوی که کسی که از من خفه است، کسی که از من آزرده هست به دلیل این که من رفتم در دوحه با طالب ششتم مفاوضه کردم 2 سال طالبا را که هست من گزارش ندادم، مردم از جریان نگذاشتم، حقایق میفهمیدم، خلیلزاده میفهمیدیم کارایش، اوغان والی را میفهمیدیم کارایش، من را ببخشید. من از سر که از برنامه را آغاز میکرم کرچه میخواد چشم بینا انسان هایی که پوزش میخوان بیشتر که از تقلا میکنن مزربل عزیز. اگر من که از دچار خب نشم، من ده ها بار مذرت میخوام از مردم، صده ها بار مذرت میخوام که مرا ببخشن اگر من دچار خب شده
و دچار اشتباه سیاسی یا هر چی شده، مردم میفهمن فوزیه کوفی کی است. این چند نفر چکچکیه که واسه برنامه‌های مستعار در ایکس یا توییتر نوشتن که فوزیه کوفی که از نماینده ماست، اینا درد دوا نمیکنن. این مستعار نویسا را که از ما 21 سال تجربه کردیم، اون فیسبوک چلوینه کار ما که از میفهمیم کیا هستن. فوزیه کوفی مردم تو را شناخته، چرا اون فریبی میکنن؟ چرا دروغ میگین؟ چرا خاک در چشم مردم میزنین؟ چرا از مردم پوزش نمیخواین؟ چرا ولنگاری میکنین؟ چرا شلختگی میکنین؟ چرا سهلنگاری میکنین؟ چرا عوام فریبی میکنین؟ چرا که از نتن خاک نمک که در چشم نسل ما میزنین؟ بس تا نیست بلیاز قرآن. پارلمان شما به کجا رساندید؟ مسئله افغانیت شما به کجا رساندید؟ مسئله دانشگاه مستعلات ملی به کجا رساندید؟ مسئله تذکره های الکترونی به کجا رساندید؟ همیشه پول گرفتین، همیشه معامله کردین، همیشه کس بگن کشیدین، کردین نکردین؟ حداقل من پرسشم از امی فوزیه کوفی است. امی دوهره تو در چشمای من ببین، چشمای من را ببین، پاسخ بده فوزیه کوفی. پرسش من به عیس یک آدم دانشگاهی که ده برابر خود قاعده را مویاید من شهادت نامه دارم، میدانی چی میگم؟ تمام سمت تا تمام زنا تمام دانشمنده در جمع کن بیا امرای موض کردن نمیتوانی، توجیه کرده نمیتونی، اعمال سیاسی افتای سیاسی توجیه کرده نمیتوانی. برای من تو بیا بگو که دو سال چرا سکوت کردی؟ تو در ایجا ششتی طالب در ایجا ششتی چند بار در دوحه رفتی آخر امضا کرده نگفتی او مردم ایجا که از یک توتی هست همه قخو میگفتی؟ او مردم که از طالب که از شما را که از مسلم نمی کرد، او مردم که از خلیدا شما را بازی میتن، در بطن حوادث بودی، یکی از مفاوضه کننده های ارشد بودی، مثل بچه اتاور خواب برده نبودی، بر جایم نه بر تو کردم بالا چون زن بودی، زن بسیار مهم بود، یک خودت بودی، یک اون بانو هزارا نامش نمیفهم، او یک هویت فروش خاک فروش سو، همین دو نفر نبودین؟ من نمیفهم نامزد جایزه نوبل به خاطر چی هستی تو؟ بس کنه نام کشیره، بلیاز خدا بس کنه نام کشیره. امروز زن که از صدا نداره، امروز زن که از زور نداره، امروز زن که از کلش روانی مشکلات روانی در ایراد پیش آمده در کابل، من با زن در تماس هستم، در کجا هستی؟ جایزه نوبل برای تو چرا داده می شود؟ والله بالله تالله در مسائل حقوق زنها اگر قرار باشد جایزه نوبل با عبدالعلی فایق باید داده شود. من شوخی ندارم، نه با فوزیه کوفی شکر برگزه، با اون پدر ملعون نواسه امیر عبدالرحمن خان، اون وحشی او کنچنیه که من نمیفهم چه نام داره، یک وحشی یک زن پیر است، با او چطور با او چرا در نروژ که است نامزد چیکار کرده غیر از اینکه طالب گرایی کرده؟ اینا رو ما کلش هم میشناسم چون شق من است، صفیه صدیقی دم من میشناسم، جمیله مجاهد دم من میشناسم، شکریه بارکزه یون، اینا رو کلش من میشناسم. من هیچ گای حق دمندانه در مقابل والله کز من گفتم که از در اوائل ما فوزیه کوفی را سر شانها حمل کردیم، کمک کردیم، وقتی عدول میکنن ما حق طبیعی ما در مقابل کس تاد شویم. امروز مزنبل خراسانی میگه فردا که از افغان طولنه و افغان والی و لوی افغانستان گفت از من نیست، یک آدم یک تخم گنده از خدای نو کرده، برای من دیگه اون آدم نیست که بود، خصومت دارم نه، دشمنی دارم نه، نیست اون چیزی که من دوستش داشتم احترام برایش داشتم، اون که برای خودش احترام قائل نباشه من چرا برایش احترام بکنم؟ یک کسی که افغان نیست بیا بگه من افغانستم، خب اون که از امبیشن سیاسی داره نه؟ تما هست برای سیاست، برای قدرت، برای نگری. این میدونند اینا چی میکنن، این میدونم که اینا چی میکنن. ای ما حالی نمیخوایم بگویم، من از استخبارات یک کشور دست اول معلومات دارم، معلومات دست اول دارم که شکره یک بارگزی و فوزیه کوفی که از در کجا قرار داره. من از صمیم قلب برایتان بگویم، طالب ها برای مفاوضه برای سب یک مجموعه را استخدام کردن، پل میتن، پلی که فعلا در اختیار طالب در زمان جمهوریت نبود، مثلا بره عزیز پلهای اوپراتیفی و پلهای اوایی و مالی خوری از هر طرف که هست مثل باران رحمت برای طالب ها میاید.
از هر طرف براشون میاد. شما میدونید مالیاتی که فعلا هست، مالیات امروز مادن در زمان کرزی در زمان غنی فعال بود، همه چیز فعال بود، کل چیز آمد. من گفتم به نفر کافی جور کرده، مثلا شب کافی جور کسته بیا کافی شکر از طالب نوشیده آمد گرفتن کل چیز گرفت. حتی اونمو کسایی که مثلا کار میکردن شرکت ها همه حتی برخار گل نکرده کس. من بگویم طالب نواوری که اونگونه نبوده برادر عزیز من. طالب میام میگه ولی کابل جدید، کابل جدید من 8 9 10 سال پیش که از خانه میفتم میگه خانه نمیگیری، من میفتم اوضاع خوب نیست. کابل جدید از زمان کرزه است، در راستم یک تاجیک است. کابل جدید چیزی ری 21 سال پیش طراحی شده. کابل جدید طالبا میگه کابل جدید مردم فکر میگه طالب اینا جور کرده. کابل جدید یک روان بسیار طولانی است. امرش در زمان کرزی گرفته شد، در زمان اشرف غنی هم ازی هم که امرش بعد از توشیش کرد باید از او امر بگیره و زمان طالبان برشان فکر میکرد میگفته بره پیش ببره حق مرابط پیش ببره. مسئله افتتای پل، مسئله افتتای پلچک، مسئله افتتای بنده با اینا کلی در زمان غنی و اشرف غنی کرزی آغاز شد و غنی هم از او کارهای سیاسی خدا کرد ولی طالبان میکنن دیگه. به هر رو این بود در مورد فوزیه کوفی مزامبل عزیز. واقعا صمیمانه سپاسگزار هستم جناب محترم عبدالعلی فایق از توضیحاتتان و همچنان نقد واقع بیرنانه و کارشناسانه که راجع به شخصیت شبهی بارزای و همچنین دیگر شلیخته های سیاسی که یا افغانگراهایی که همیشه از نام بانوان یا از نام قهرمان ملی احمدشاه مسعود و تعداد دیگرش هم که به ترتیب از نام تاجیک و برعلاوه با چتر افغانیت آمدن، افغانیت را به کهکش آنها بردن رساندن، واقعا همه ایش واقع بینانه و همه جانبه بوده و سپاسگزار هستم که خیلی دقیق در مورد این موضوع معلومات دادین و همچنان تمام نقدتان با توضیحات و با جزئیات بوده. امیدوار هستم که مردم از این آموخته باشن و همچنان با شخصیت هایی که همراه آینده بانوان، همراه آینده مادرانشان، خواهرانشان، همسرانشان یا به ترتیب بانوانی که اینها را به دنیا آورده با اونا آشنا شده باشه که وضعیت اونا را به چه حال کشاندن. همین بانوایی که البته از نام بانوان سوء استفاده میکنن و اکنون هم خوابهای بزرگ بزرگ چون چیز نوبل را میبینن. به هر صورت واقعا خیلی خرسند هستم که شما را در این برنامه داشتم فایق گرامی. من فکر میکنم بیشتر پرسش ندارم. بانوان فرهیخته در اینجا حضور دارن، نظیر بانو روز که قبلا حضور پیدا کردن و همچنین بانو فروغ بزرگوار که در اینجا تازه آمدن حضور پیدا کردن. درود بر هر دو بانوی فرهیخته ما میفرستم و امیدوار هستم که جور ساعت سلامت باشن. اگر ایشان پرسش داشته باشن نظرشان را به عنوان یک بانوی خراسانی در مورد شخصیت و کارکردها و عوام فریبی های چنین بانوان چون شکریه بارکزی و تعداد دیگرشان که در پارلمان بودند، در ارگ بودند و در هر سطوح دولتی گذشته بودند در موردش میتونن صحبت داشته باشن و کوتاه سخنهایشان را بیان بکنن و شریک بسازن با ما. بانو روز گرامی، نخست از شما روی نمین موضوع و روی محتوای برنامه از شما میشنویم نظراتتان و دیدگاهتان در مورد نقد جناب عبدالعلی فایق که در این راستا داشتن و به می شکل همچنان نظرهای شخصی خود شما را می داشته باشید. مهربانی گویا در خدمت می بخشید. مزم بلز قبل از اینکه بانوی عزیز آغاز بره، بله فراغ عزیز من شما را ملازم این اتاق انتخاب کردم و بانو روز هم کس ملازم این اتاق. بعضی از اوغان آمدن شرمگاه فامیل خود کرد در دهن خود گرفتن و ما مصروف پس بودم. خیر باشه گفت نیست فراغ عزیز خود ملازم اتاق شدیم و روزم روز عزیز بفرمایید. سلام مجدد خدمت شما استاد محترم، برادر گرامی و خواهر عزیز ما. واقعا نقدی که شما کردین همش بجا است.
ما براتان یک بار دیگه اون گفته بودم که ما یک رقم مریضی اخبار شنیدن هستم. از دوران اشرف غنی همیشه ما اخبار خراسان گوش کردیم. در اون وقتی که فوزیه کوفی در قطر کت طالبان بس و چی داشتن، ما وقتی که کابل می آمدن مثلا در تلویزیون ظاهر می شدن، خبرنگارا ازش پرسان می کردن، و وقتی که در مسکو رفتن در او محفل در مسکو کت طالبا دیدن کردن، و او خانم ازارک شما گفتین اسمش شاگل است، آلی هم در تلویزیون اوغان نشنال یکان دفعه می آین نظرهای مفت خدا می تن. واقعا اینا خیانت بسیار کلان را مرتکب شد. چرا کسایی که در او برنامه اصلا داشتن که یعنی که طالب ها چی مرد ها چی زن ها، اینا در پیشرو مردم خراسان بسیار زیاد مقصر هستن، باید از معذرت بخواین. چرا که اینا وقتی در او مجلس ها اشتراک میکردن، طالب ها را کتشان گپ میزن، برای از این ها معلوم میشدن، معلوم میشدن که اونا چی مقصد داره چی داره، مگر اینا پنهان کردن برای مردم هیچی نگفتن، رویش روی کش کشیدن. حتما اینا مسئله پول و دارایی و تو چیزا بود، در بینشان خورد و برد داشتن که اینا از کل برنامه خبر داشتن، و مقصر اول اینا هستن که باید از مردم خراسان معذرت بخواهند، خصوصا فوزیه کوفی و شاگل که در او طالبا شرکت داشتن در او برنامهشان. و اینا هیچ دلیلی نداره که امروز بیایه و نالش کنه و خدا یک رقم نشان بده که ما متاثر هستیم که این روز سر مردم آمده و سر خانمای خراسان آمده و اینا. اینا حقی را ندارن، راستیش حقیقتا اینا تنها که باید از بیاین و از مردم معذرت بخواین، اینمی باید حتما این کار را بکنن. اگر میخواین که یک کم وجدان دارن که یک پیش خود کم شرمنده و خجالت هستن از کاری که انجام دادن، اما قدر غیرت و غرور داشته باشه که بیاین معذرت بخواین و دیگه در تلویزیون ها و در برنامه شرکت نکنن. واقعا در مورد فوزیه کوفی که میخواه جایزه نوبل بگیره، برای چی خاطر میتن برش کدام کاری کرده با مردم خراسان، برای خانوما، برای اطفال، برای کشورش، برای هیچ چیز کدام کاری نکرده، غیر از خیانتش کدام فایدهش نرسیده، نرسیده. حتما اینجا یک کسایی هست که یک خورد و برد داره که ایره پیشنهاد کردن که شما برای از این جایزه نوبل بده. باید از برازو بانوهایی که زیر شکنجه طالبا هستن، بر او بانوهایی که زندانی شدن، شکنجه شدن، تجاوز شدن، بر از اونا باید جایزه بده، نه برازی. و تشکر از او خواهری که قواره اصلی فوزیه کوفی را بر مردم نشان داد، و او عکسایش که در مسکو رفته بود او را نشان داد که گفته بود که طالبا تغییر کرده تا که میتونه زنا با گفته شما استاد فایق، و این را ما خودمون از طریق تلویزیون آریانا که خبرنگارا ازش پرسان میکرد، ما خودمون با گوش خود شنیدم که گفتن که طالبا تغییر کرده و اینا حاضر هستن که خانما باید از دولتشان کار کنن، و غیر از ریاست جمهوری میتونن، غیر از ریاست جمهوری و قاضی القضات، این دوتا را قبول نکردن، دیگه میتونن در همه ادارات کار کنن. امی فوزیه کوفی امی گپ در تلویزیون، شاید که امو ویدیوهایش باشه، آلی هم باشه، اگر این دیگه که ما نگفتیم، مگر چون ویدیویش هست این نمیتونه که پنهان کنه، پنهان کنه. و نقد شما کاملا و جا است، اگر ما تا از خود نقد شروع نکنیم بر دیگران نقد کرده نمیتونیم. دقیقا، ممنون. کاملا با حرفای استاد موافق هستم،
دیگه کدام گفتنی ندارم. دیگه بله باید از کسی که یک چی میکنه از نقد کردن نترسه و باید در صدد اصلاح خود باشه. حال فوزی کوفی دیگه برام و تجارت و چیزایی که دارم متوجه همو باشه، دست از سیاست بکشه، در زندگی مردم دیگه عزیز زیاد بازی نکنه، بهتر است. حتما این ویدیو رو میبینه. من من یک خانم خراسانی برش میگم که دیگه بست است، دست بکشه از زندگی مردم، با که کسای جوانایی هستن که واقعا برای خراسان، برای خانماش، برای بازماندگاش. چرا خواهرش فعلا کس مانده در رژیم هوچیگر قوقاسالار اوغان توپ و طالبانی و دیگر خطایی را که انجام داده از سال 2001 تا کنون یک کتاب می شود. فکر میکنم پرفروشترین کتاب هم می باشد. دیگر اینا دیگر از اینا چیز جور نمی شود. با ما شکریه بارگزاری بیا سیستم جور بکنه، با ما خنجانی بیا سیستم جور بکنه، برای من شکریه بارگزاری بیا سیستم جور بکنه. اینا سیستم که از خراب کردن، اینا سیستم برای لاغستانی ها که از تحلیم دادن، تسلیم کردن. چگونه یک آدم های تسلیمی بیا برای من که از سیستم بسازن؟ اینی بحثم از بانی روز ممنون سپاس. فکر میکنم که همین جا شما فروغ آمده. بله فروغ عزیز صحبت بکنه، بعد از او باز دکتر امین عزیز، چون بان فروغ آمد پس پایان افتاد. ببخشید، بفرمایید. درود بر شما آقای فائق، آقای مزمل و بانوی عزیز ما. آقای فائق هم حقیقت هایی را که بیان کردین، اما در این شرایط چی باید کرد؟ این هم مهم است که اینا میاین بانوان پروژه‌ای و همه کارشان وظیفه‌شان به خاطر منافع شخصی خودشان، قوم و قبیلشان هم حتی نید، دوست فامیلشان و چند نفر تعدادی که هم فکر خودشان هستن مثل خودشان نوکر است و اینا همیشه وقت از نام بانوان کشور ما استفاده کردن به نام بانوی مبارز، اما فعالیت هایشان همیشه وقت برعکس بوده، جنایت بوده، خیانت بوده. در شرایط فعلی ما فکر میکنم که یک تظاهرات مجازی با تصویر و صحبت های از اینا مکمل آماده شوه در فیسبوک، تویتر، یوتیوب، تیک تاک و و و تمام صفحات مجازی را که همه دوستای ما استفاده میکنن در دسترسشان است، نشر و پخش شوه. اولی که مردم ما آگاه شوه، خانما به خصوص بانوان بیشتر و بیشتر وایس روان کنن اگر فرصت دارن، گزینه خوب است که بانو کوفی، بانو شکری بارگزاری و و و هر بانوی دیگه که میاین، اینا نماینده بانوان داخل خراسان که اونا یتیم دارن، اونا بیوه هستن، اونا فرزندای خدا نزد، اونا همسر خدا نزد دادن، اونا فعلا در خانه در قید زندان و زندگی میکنن، اونا که در شرایط بد اقتصادی زندگی میکنن، اونا در حق تحصیل از همه چیز محروم هستن، این بانوان نمیتونه که نماینده ما باشن. گزینه خوب این است که ما چهره های از اینا را هر قدر میتونیم در صفحات مجازی برای مردم تبارز داده شوه، در موردش صحبت شوه، ویدیوهای گذشتهشان نشر شوه. وقتی که صحبت خودشان باشه انکار کردن ناممکن است، دلیلشان قابل قبول نمیتونه به مردم باشه، به خانم ها خصوصا به ویژه بانوان. فرصت بسیار خوب اطلاعی است، از این فرصت استفاده خوب شوه بهتر است. اینا کسایی هستن که امروز فحاشی خانه در داخل خراسان، کابل و ولایت خودشان دارن. طالب اینا رو چیز نمیگه، طالبی که امروز یک بانو رو صدایش شنیدن شد گناه میگه، اما فحاشی خانه بانو کوفی حلال است، باید اونجا باز باشه و و مواد مخدر فروشی از اینا فعلا حلال است، اما صدای یک بانو، یک بانو حق نداره که با حجابش با همو یک انسان من حیث یک مسلمان حداقل هم حجاب قبول دارن که برون درس بخوانن، کار کنن، تحصیلات خدا نیدن و بتن، اما اجازه ندارن.
گزینه خوبی است که اینا باید امروز از این فرصت استفاده شود. تمامی لابیگرایی که در پشت پرده از گروه تروریستی طالب، از افغان ملتی ها، از جمهوریت های افغان پرست طالب پرست پول می گیرن، می آین در اروپا لابیگری می کنن. در رسانه اگر 5 کلمه منفی میگن، 15 کلمه دیگه پشت پرده بر غرب کوشش میکنن که سفید نمایی کنن به خاطر بر اساس شناختن گروه تروریستی طالب و خود از اینا هم لذت ببرن. اینا از جمله کسایی هستن که به قدر کافی به همجنسای خود در داخل خراسان جنایت کردن. جنایتشان قابل بخشش نیست، اما در شرایط فعلی بیشتر و بیشتر در مورد چهره های اصلی از اینا صحبت شود، لایف گرفته شود، ویدیوهایشان نشر و پخش شود، هزارات با تصویر از اینا چی اینا و دیگه بانوایی را که شما یکی از کسایی که نواسه عبدالرحمن خان غدار که از جدش معلوم است که یک جنایتکار بیش نیست و او پیرو و نمو باگای خود است، امروز آمده هم خود بانوی مبارز میگیره، باز هم از نام ما بانوهایی که اونجا به قدر کافی درد کشیدیم و مشکلات ما خیلی زیاد از در داخل وطن اینا استفاده میکنن. گزینه خوبی است که باید در مجازی اینا به قدر کافی باید ضربه ببینن، توهین شوند، حقشان است. اگر فاش هم برشان گفته میشه حقشان است. این مادیات پرستایی که همیشه وقت به همجنس خود جنایت میکنن، پس باید در مقابل از اینا امروز آقایان و بانوان عدالت خواه که واقعا به سرزمین قلبا می سوزن، دایه دارن از لحاظ هویتی، از لحاظ از اینکه اونجا هیچ شهروندی آرامش نداره. دیگه امی گفتنی هاییم از پیشنهادم از سنیاییم از پیشنهادم از که موضوع ازیمش اینا با اروپا سفر میکنن و امریکا سفر میکنن و دیگر کشورهایی که اینا فکر میکنن برای من اونجا در مورد طالب پشت پرده مثبت صحبت کنن. دیگر این روی دست گرفته شد و سر از فردا شد گزینه خوب است. ما میگذارم صحبت ها رو و دیگه دوستا و آقایان که اینجا هستن سلامتی براتون میخواییم و مرگ به هر بانو و به هر آقایی که از نام و مردم ما و از نام کشور استفاده میکنه به خاطر منفعت خودش، به خاطر منفعت قوم قبیله خودشان، و هزاران نفرین به همیشان میفرستیم و شب روز خوش داشته باشیم. ممنون فروغ عزیز، خیلی عالی صحبت عالی. حتما من بعضی نقاط یادداشت کردم، بعد از اینجا باز من تبصره میکنم. امیر عزیز بفرمایید. شما درود و سلام خدمت شما، خدمت مزمل عزیز و غوث و خانم فروغ عزیز و بیننده هایی که در زیر ما را شنونده هستن یا گوش دهنده هستن. من یک حرف بسیار کوتاهی دارم، باز میرم که کار دارم، مشتری زیاد دارم. من این روزها خانم فروغ بسیار یک اشاره خوبی کرد که در شبکه مجازی هستن، در حقیقت شبکه مجازی نیست، شبکه اجتماعی است. چشم رسانه های جهان است، صداهای ما را جهان میشنوه. ما امروز یک چیزی را میبینم که بامو بیرق امان الله را میبرند در هر جای و میگن ما یک افغان هستیم، باز یک جبهه جور میکنن به نام مقاومت و گویا که عبدالطیف پترام یک مرد روانی است، دیوانه است. چین حرفهایی را امروز ها میشنوم. رهبر ما که است دکتر عبدالطیف پترام است، مرد علم، مرد قلم، مرد خرد، نه دستش در خونی کسی آغشته است نه دیگه. باید این رهبری ما باشه نه کسی دیگری. ما اینها را رهبری خود قبول ندارم که امروز به جبهه مقاومت برم، اونجا در رسانه ها، در میدیا ها یا در کنفرانس های بین المللی بگن ما یک افغان هستیم. هویت ما اینها فروختند در 20 سال جمهوریت، ما اینها را قبول نداریم. جوان های تاجک و شارانه رفتار کنند، صدای خراسانی را بالا کنند، صدای شما رساست. ما در کنار شما هستیم، چی اقتصادی، چی مالی، چی منطقی، در این باره ما همکار شما خواهم بود. و بعدا ما انشاءالله که امروز جناب فایق حرف میتونه، فعلا دیگه خداحافظی شما.
و بعدا گپ میتونیم در این موضوع. اینها کسایی هستند که در بن سلاح‌های مردم شمال فروختن، ناموس مردم شمال فروختن. چی کسایی فروختن؟ امروز پشت پرده میرن ما افغان توپیه و ما ایران میکنن. مگر ما را خرج فرض کردن؟ هویت ما تاجک است، کشور ما به نام خراسان بودم و میباشم. ما صدای خدا هر جا بلند میکنیم. دیگر هیچ افغانی ما با افغان ها احترام داریم، به هویت ما احترام بگذاریم، به کشور ما احترام بگذاریم. جزی به از کشور ما فروخته شده، گرفته شده در حلقوم پاکستان و انگلیس و امریکاست. دیگر ما ایران نمیپذیریم. بس و سلام، خوشحال شدیم که صدای شما رو شنیدم. انشاءالله باز در لایف های بعد شما ما حضور میافم. حرف های زیادی هست که باید بگم. شماره مرا داری؟ شماره واتساپ من؟ شماره واتساپ تان یک از دوستایتان به ما روان کرده. باز انشاءالله که ما شما در اونجا هم حرف های داریم. متوجه خود باش، حالا مصروف هستی، باز بیشتر میگفتیم. ممنون. بله دکتر عزیز، فعلا شبکتان خوش، خداحافظ شما. شب راحت. موزم بل عزیز، اگر چیز میری میخوری برو عزیز من، من مدیریت میکنم، برو آزاد استی، من هستم خودم، برو کارایت جمع کن و یک دعایی میکنم. گپ نیست فایق گرامی، گپ نیست، ما کاملا آماده هستم. جمع میکنم، بس جمع میکنم. ممنون، چون گفته خودت از یک ساعت هم بیشتر شد. بانو فروغ چند نقطه و امین عزیزم لپای خوب زد، بعد من روشون پیرامون اون مبحث بحث میکنم. مسئله مزایده مرزمگوزی را حتما بالای کار میکنم. ببینین دوستا، یک نقطه را ما میخوام اضافه بکنم، بعد از فرود بان و خداحافظی میکنم. یک نقطه را ما میخوام اضافه بکنم دوستای عزیز برای شما. این نقطه عبارت از این است که هر بحثی را که ما آوردیم میفهمی مردم چی میگه، ولی حالا وقتش نه، دشمن ما طالب است. اگر درباره فوزی کوفی والا اولا کاست اول، یک نفر نمیفهمه اینمی دشمنی که طالب است. فوزی کوفی شکلی بارزای پتنگ دننگ اینا رو بولد میکنن، کلان میسازن جلو این دوست داخلی رو بگی که دشمن فر بمیسازه. اگر در برنامه هایی که داخل احمد شما سود میروی گپ میگی والا اول کیش افغان اومدن، اول وقتش نیست نقد بکنی. 23 سال ما را که از اینا بازی دارن گفتن وقتش نیست، وقتش نیست، وقتش نیست، وقتش نیست، وقتش نیست. این میالی وقتش از قبل از اینکه ما داخل خراسان شویم چتلی پتلی لوی لاش پاک بکنیم. جامعه را از این افراد کثیف پلیت افغان توپ وابسته به افغان و افغانی پاک بکنیم. این میالی وقتش صدایتان را بکشه و مردم. درباره احمد شاه مسعود ما را سکوت دادن، ولی گفته های احمد شاه مسعود هیچ کسی که از برملا نمیکنه. یک آدم استفراق شده، یک آدم خود فروخته، یک آدم هویت فروخته، یک آدم فامیل فروخته به نام مجیب رحمان رحیمی میآید و عنوانم میمانه احمد شاه مسعود و وحدت و برابری. تو دانی و قرآن شمشیری است برای سرزدن دیگرا و برای امتیازگیری در مقابل افغان ها. یک آدمی که وطن فروش وطن فروخت سخنگوی عبدالله بود، آلی آمده در لندن قلقله میکنه که احمد شاه مسعود وحدت و برابری. از کدام عنوان؟ از عنوان بنیاد احمد شاه مسعود، در اصلش که احمد ولی مسعود. یعنی افراد اونجا جمع شده بود، همه اینا رو من میشناسم، کلش جمهوریت خواه، ولی از نام موتو، از نشان موتو، از سمت موتو، از زبان موتو، کلش جمهوریت خواه و کلش وظیفه داشتن. همش استفراق شده، پس آمدن لندن، آلا که از درفش احمد شاه مسعود باز بالا کردن و بعد که از زیر بیرقای احمد شاه مسعود در پارلمان انگلیس ما چه میکار کردن در پارلمان. هیچ درباره احمد شاه مسعود که از اونا گپی ندارن، هیچ برنامه ندارن. اگر میداشتن نظامش را تطبیق میکرد، اگر میداشتن سرودش را تطبیق میکرد، اگر میداشتن بیرقش را تطبیق میکردن، هیچ چیزی ندارن. ولی حالی آمدن ببین که اینا محروم شدن، اینا استفراق شدن، اینا از جامعه که هست بعد از اول زیر درفش بنیاد احمد شاه مسعود آمر صاحبی رقم آمر آل برادری و وحدت باز قلقله میکنن که گویا احمد شاه مسعود که هست برابری و برادری میخواد. ولی احمد شاه مسعود هم که هست میگه که اقوام افغانی مواده بخش تقسیم میشه. اینا که از ظالم هستن دیگه، مردم اینا را قبول نداره. 30 سال پیش در گوش خونده بدبخت، امروز چگونه دکانهای تجارت باز کردن برام احمد؟ ای سپتامبر که میشوه که زباره احمد شماسود گپ نمیزنه. اندیشه های احمد شماسود چی بود که از گپ نمیزنه؟
فقط درباره چی که از افزارگونه را استفاده بکنم. در پارلمان انگلیس، در مثلا در پارلمان اسکاتلند، در پارلمان این، در پارلمان اون، برای امچا مسعود نیست، برای اونا، برای تجارت خودشان است، برای نامکشی است و برای که از مشروعیت از نسل جدید، نسل سابق را استفراغ کرده، اینا را میشناسن دروغ میگن. اینا آمدن اینجا که از کلانترین نهادها را به نام خراسان بسته کردن، رفتن افغان توپ شدن، رفتن در جمهوریت سقوط کردن، رفتن در پولی عبدالله که از گفتم نکنه بلی از قرآن، تمام چیز فروختن. حالا پس آمدن زیر عنوان احمد شاه مسعود و وحدت و برابری. اگر گپ بزنه میگه حالا وقتش نیست. والا فاجا وقتش نیست. 15 سال پیش ما را گفت، 10 سال پیش، 5 سال پیش، 4 سال پیش ما را میفتن وقتش نیست. خیر وقتش نیست. حالا که با فضی کفیرم بگویم حالا وقتش نیست، چرا که از خود ما نقد میکنیم؟ لوی لاش اینم یال پاکو قبل از اینکه ما داخل خراسان شدنی هستیم. ولی نمیشه با این لای لوش، با این دروغ و دغلبازی که از داخل شد، نه، باید از اینا را که هست پاک بکنیم، راه را باید پاک بکنیم و شفاف باید بازی بکنیم. بازی ما طولانی میشه، بله، ما حوصله‌اش داریم، شکیبا هم هستیم، ولی این که با کثافتکاری ها داخل شویم، نه. ما ایجگاهی که از قلق دواب نمونیم تیر نمیشم، از ما کارهای ما کل سمنتی و گادری هست، زمان میبره، ولی بطی است، بله، مورچه‌ای است، بله، ما تمرش داریم، ما شکوهش و صبرش هم داریم. به هر رو دوستای از این، چون برنامه ساعت خلاص ده مزمل از این از کار آمده اونجا ساعت 12 بجه شب، شاید نانم نخورده، شاورم نگرفته باشم، به این دلیل هم که از برنامه نیجا که از اختتام میتیم سرود بون و بعد از این باز خودت که از امیره کلوزش کو بستش کو و خداحافظی میکنم. یک جهان ممنون فائق گرامی و همچنان بانو فروخ که صحبت ایشان را شنیدم و بانوی گرامی، بانو روز عزیز، از صحبت ایشان، از نظراتی که در اینجا داشتن و دوستانی که تا اکنون در پایان لایو بودن، اگر دوستانی که پرچم کاویانی را در پروفایلشان دارن بالا میخواین بیاین و استماع سرود ملی و اینکه من اونا را فرا میخوانم بیاین گوش بکنن و اینکه یک ذره انگیزه و به ترتیب قدرت و انرژی مثبت وارد بدنشان و همچنان اذهانشان و ذهنشان شود و بتوانند در آینده و مبارزه با اونمو شکل که میگه این جنگ در اونجا میگه که با جنگ ازدان با ایچی است، البته اهریمن و دهاک است، باید از اینا جنگ افغان و جنگ خراسانی باشه، جنگ خراسانی و جنگ افغان باشه. به هر رو ممنون از شما فائق گرامی. بله، باش خیمه این چیزا را کلان بکنم. من فقط آمادهش میکنم فائق بزرگوار، شما میتونین دوستا را بیارین، هیچ گپ نیست. اگر بچه هایی که میتونن بیان و اگر نمیتونن هیچ مشکل نیست. بله، ادامه بکنم، گپ نیست. پس ما سروده میگذارم چون ما برای 4 نفر که از تنظیم کرده بودم شاید زفر I'm not sure.
به 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 کیفناک بود مزنبل عزیز. اگر دعایر هم خیلی خودت بخوانه خداحافظی میکنم. بخیر سلامت باشین. با سپاس فراوان از همه همراهان عزیز که تا پایان این بحث مهم با ما بودن. همانطور که در این برنامه مطرح شد، آینده خراسان و هویت ملی ما در گرو تلاش های بیوقفه و هویت ملی ما در و حمایت های بین المللی و مردمی و همچنان تمام فارسی زبانان که و غیر اقوام غیر افغان هست گرویدی آنمو تلاش های بیوقتی ما هست که شبانه روز باید در این راستا کار بکنیم و همچنان باید از خواب افغان ملت حرام شد و اینها سالهای سال غرامت بپردازند و بیاین برای انسانیت و عدالت اجتماعی و برای حق و حقوق زنان و بانوان خراسان باورمند شوند و بتوانیم که در یک فضای صلح آرامی زیر چتر نام بزرگ خراسان در اون سرزمین زندگی بکنیم. و همچنان جناب فائق، از حضور شما سپاسگزار هستم. شما همواره حامی و مدافع حقوق مردم خراسان بوده اید و گذشته خیلی نیکنام داشتین که البته در اون سالهایی که خیلی از طرفهای مختلف برای شما پیشنهادهای بسیار بزرگ شد و این که شما رد کردین و اون را نخواستین که جز از اون افراد باشین که خدای نخواسته در خون ملت در از بین رفتن هویت ملی اون سرزمین شما دست داشته باشین و دستتان باشه، شما برعکس آمدین در کشورهایی که البته با خیلی چالش های مختلف روبرو شدین، مبارزه کردین، چه مبارزی سرد بوده و چه مبارزی قلم بوده و چه هم مبارزی که با زبان سلیسه که البته خداوند متعال به شما داده و این فکر و ذهن را که برای شما داده و همچنان برای اینکه جوانان را برای آزادی و برای مبارزه و برای پیشرفت و برای رهبر شدن و برای اینکه بالای پاهای خودشان بیستن دعوت کردین و بارها فرا خواندین و ذهنیت سازی کردین، روشنگری کردین و به ترتیب ذهنهای این جوانان را به ترتیب شما توانستین که سیقل سازی بکنین و امروز میبینیم تعداد زیادی از جوانان به این طرف رجوع کردن و همچنان کنفرانسی که قرار است در 5 اکتبر برگزار شود موافقت به تمام اعضای تیم ایالات متحده خراسان دولت دموکراتیک فدرال در تبعید از خداوند متعال خواهان هستم، بخصوص برای شما که در اونجا نقش برجسته و کلیدی را در سر خود حمل میکنین و دارین و در اونجا صحبت های شما را امیدوار هستم که ما هم بتوانیم لایف و در اونجا ببینیم و اینکه یک دیدار تاریخی باشه و یک برنامه و یک کنفرانس تاریخی باشه تا این که بتوانیم و یک ترتیب برای جهان خراسان را اون تصویر زیبای خراسان را ما نشان بدیم با انگیزه ما، با ذهن ما، با راهکار و برنامه‌ای که داریم. البته و در آخر هم که من خیلی کوتاه میخوایم یک چی داشته باشم که بحث اول ما کنفرانس سویس بود و بخش دوم برنامه ما را که البته این همی هویت فروشان و افغانگرایان بود مانند فوزی کوفی و اینا که جناب استاد خیلی توضیحات خوب داشت. از تمام خراسانیان خواهشمند هستم که این برنامه را از طریق چینل خراسان انترنشنال و تمام سامانه های ایالات متحده خراسان بیننده باشند و نظراتشان را داشته باشند. همچنان اگر نقد دارن میتونن متنهایشان را در اونجا داشته باشند، نوارهای تصویری بفرستن و در مورد کنفرانس سویس همچنان و دوستان که تا اکنون بوک نکردن برایشان هتل جا و به ترتیب بلیت تیاره اون را هم آمادگیشان را بگیرن خراسانیان که یک فرصت طلایی هست که در این کنفرانس حضور داشته باشن. باز هم از تمامی بینندگان تشکری میکنم که در این مسیر ما را کمک کردن و تا این دم با ما بودن و من فکر میکنم که ختمیانه را شما رو بگوین به سبب خودتان خیلی زیبا است جناب فائق گرامی و بله واقعا چقدر زیبا صحبت میکنید، فارسی دقدر زیبا شدن. اول خوب تشکر از خودت و از خواهرایت، از برادرایت، از پدرت خیلی مهربان و مادرت خیلی دوست داشتنی و نازنین. مثل خودت برای یک فرزند تربیه کردن واقعا افتخار میکنم. هر وقت که نام خودت را میگیرم افتخار میکنم و این فضل برمیداده و خاندانت و تلاش خودت انشالله همیشه فروتن، همیشه پاک، همیشه پرکار و همیشه با تقوا، همیشه
مصروف کارهایت باشه و خیر هم بتونی دانشگاه را پیش ببری، هم کارهایت را پیش ببری، هم فامیل را کمک بکنی و هم ینگر هم که از توجه داشت شده شبان جلوه بری شبان قوا بنوشه آسکریم شیر یخ برش بکن هر به شب خواهی زندگی نمین از مزم به عزیز توقع داره کس بگن شالله و رحمان برای ما امیدوار سن فدر تا متقاعد بسازی که بخیر بیا یک بغل کشی جانانه بکنیم. من فکر میکنم در سویز دیگه برنامه های دیگه هم دارم خیلی ساعت پیر میتونیست که من فکر میکنم من یک حالت بسیار دیگه رقم همه است من از نزدیک من رو بیدن کاملا باورایتان تغییر میکنیم یک کس دیگه هم بوده دیگه لذت میبریم اپای دیگه هم داریم برنامه های دیگه هم داریم انشالله و رحمان امید استم که هر کسی چه بد بین ما باشه چه خوش بین ما باشه ما دشمن ندارم با اون سب ولی از تمام دوستا و بدبینای ما تقاضا میکنیم که بیاین ببینیم از نزدیک کدام گپی داشته باشن کدام نقد داشته باشن کدام صحبت داشته باشن هیچ مشکلی هم مطلقا نیست نه تنها در کنفرانس ما یک روز پیش میایم قبل از کنفرانس هم میتونیم دوستا رو بیان صحبت میکنیم من از صحبت کردن مشکل ندارم ترس هم ندارم ولی مثلا اگر کسی میخواه ما رو ببینه هیچ مشکلی هم نیست محدودیت هم وجود نداره و مثل یک آدم خیلی ساده و خیلی آدم بسیط هستم واقعا و جز از شما هستم به این دلیل هم که هست در تمام کنفرانس ها ما گفتم من یکی از ایجاد کننده های مثل مزنبل هستم من نه رئیستان هستم نه رهبرتان هستم نه زعیمتان هستم در اون دعوتنامه ما گفتم که فائق یکی از ایجاد کننده های ایالات متحده خراسان اونجا خیلی دیگه پیشنهاد بود من گفتم نه من رهبر کسی نیستم من رهبر خودم شدم چون انتحاری شو رهبر مزنبل شدم هر وقت من رهبر خودم شدم خودم که از مهار کرده خودم که از مدیریت کرده خودم که از کنترل کرده خب کردم بعد از اینکه از ممکن باز من برم رهبر دیگه کچه من بلا سر خود کار برم که رهبر خودم شدم دیگه به هر رو ممنون از همتون و مشکور از همه دوستا من در یوتیوب میمانم و فیسبوک و بیگورا و تیک تاک که فعلا بسته میکنم در یوتیوب اگر دوستایی که هستن یک چند لحظه دیگه میمونم که با وام یک کم مستقیم صحبت بکنم که چشم من طرف مزنبر است اونا فکر نکنن که ما اینجا می باشم و قدر توجه طرف ما نداشته باشم به هر رو از همیتون سپاس فردا هم برنامه داریم با جامعه خراسانی پیرامون مسئله مهمتر از این دیگه قدم های همه ما چابکتر و روان همه ما خراسانی تر و خراسان به پیش یالله یالله بچه